السلام علیکم، سهار مو په خیر. ستړي مش آغاز روز درې ساعته خبرونه پیل شو. هلامین نیازی د نور همکارانو په ملتیا ستاسو په درانه خدمت کې و. تر راتلونکو درې ساعتونو به له تاسو سره خبرونه کې بیا هم په مختلفو موضوعاتو بحثونه لرو، خو له معمول سره سم پیل کوو له ځینې خبري ویبپاڼو څخه. چې په ځینې خبري ویبپاڼو کې کوم مهم موضوعات راغلي، پیل هم له آریانا نیوز څخه کوو. لومړی موضوع دا راخلو چې په غزنی کې چارواکي د 50 وسلوالو له وژلو خبر ورکوي. د غزنی والی ویان وای چې د غزنی په مرکز ولسوالۍ کې 50 وسلوال وژل شوی دی. د غزنی والی ویان محمد عارف نوری زیاتوی په دې عملیاتو کې نږدې 50 نور وسلوال ټپیان شوی دی. د حکومت دغه سرچینه سرګندوي چې په دغه عملیاتو کې 4 سرتیری هم وژل شوی او 9 نور ټپیان دي. د نوموړي په خبره په دغه عملیاتو کې هم خلکو ته زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. غزنی یو له نامنه ولایتونو څخه دی. او بیا هم آریانا نیوز کې تمیږو یوه بله موضوع هم له تاسو سره شریکوه. هغه دا چې د تیر کال په وروستیو 9 میاشتو کې 8000 عامو خلکو ته مرګ ژوبله وخت دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مسؤله وایي چې د 2010 کال په وروستیو 9 میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې 8000 ولسي وګړو ته مرګ ژوبله وخت دی. افغانستان د جګړې په اوسنی روان پړاو کې له ډېرو ستونزمنو ځورونکو حالاتو سره مخ دی. په وروستیو بریدونو کې چې طالبانو او داعش مسؤلیت اخیستی، په سلګونه ولسي وګړي وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د ولسي تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. او دغه راز په خپاره شوي راپور کې راغلي چې د 2010 کال په وروستیو 9 میاشتو کې 8000 ولسي وګړو ته مرګ ژوبله وخت ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مسؤله دانیل بیل ویلي چې د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل په ننګرهار کې د ماشومانو د ملاتړ پر دفتر او په کابل کې د شنبې ورځې بریدونه ډېر ویروونکي وه. ملګری ملتونه ژوره اندېښنه لري چې په دغه بریدونو کې ولسي وګړي په قصدي ډول په نښه شوي. اړتیا ده چې د دغه ډول جنایتونو عاملین له نیولو وروسته محاکمه شي. د یوې میاشتې په موده کې داعشیانو وسلوالو طالبانو خونړي بریدونه کړي چې د تبیان پر کلتوري مرکز د داعش په برید کې 50 کسان ووژل شول او 90 نور ټپیان دي. پر انټر کانټینینټل هوټل د وسلوالو طالبانو په برید کې 240 کسان ووژل شول او له 100 ډیر ټپیان دي. په کابل کې د شنبې ورځې په برید کې چې مسؤلیت یې طالبانو په غاړه واخیست، 103 کسانو ژوند له لاسه ورکړ او 215 ډیر ټپیان شول. او دغه راز د 111 فرقې پر یو کنډک د داعش په برید کې 11 سرتیری ووژل شول او 14 نور ټپیان دي. ملګری ملتونه د جګړې لښکېل خواو غواړي چې د ولسي وګړي ژوند ته پام وکړي. د جګړې ټول ښکېلې غاړې باید د جنګ قوانین په پام کې ونیسي. وسلوال، طالبان او نورې ترهګرې ډلې باید د ملکي وګړو ژوند ته جدي پام وکړي. اغلی دانیل بیل ټینګار کوي چې ټول ښکېلې خواوې باید د جګړې بشردوستانه قوانینو ته درناوی ولري. طالبان او نورې ترهګرې ډلې باید په دې اړه خپلې ژمنې پلي کړي. د افغانستان د بشري حقوقو مدافع بنسټونه هم د ملکي وګړي وژنه جنګي جنایت ګڼي او زیاتوي چې د روان کال په وروستیو شپږ میاشتو کې 15000 ولسي وګړو ته مرګ ژوبله وخت ده. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقي وایي چې پر ملکي وګړو او عامه ځایونو بریدونه له بشري حقوقو ښکاره سرغړونه او د جنګي جنایت څرګنده بیلګه ده. امنیتي بنسټونه وایي چې سخت دریځو ترهګرو ډلو د جګړې تکتیک بدل کړی او ډېر تمرکز یې پر ښارونو کړی دی. نام د ملکی تلفاتو پاکلې یو موضوع چې له تاسو سره مشارکه کړه. بیا هم په همدغه آریانا نیوز ویبپاڼه کې تمیږو یو بل موضوع له تاسو سره شریکوو. هغه دا چې زموږ وینه بې ځوابه نه پاتې کیږي. ولسمشر غني دغه څرګندونې تېره ورځ کړې دي. د دوشنبه په ورځ د اندونیزیا ولسمشر په یو رسمي سفر کابل ته رارسېدلی او ولسمشر اشرف غني له هغه سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې په ډاګه کړه چې له وسلوالو طالبانو به د وروستیو خونړیو بریدونو غچ واخلي. ولسمشر غني ویلي طالبانو ځکه بریدونو ته زور ورکړی چې په وینا یې خپل بادار له نړیوال فشاره وژغوري. هغه څرګنده کړې چې نړیواله ټولنه باید د سخت دریځو د ملاتړ هیوادونو د منځوي کولو لپاره له هرې وسیلې کار واخلي.
د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو چې له ولسمشر سره په ګډ کانفرنس کې خبرې کول وویل هیواد باید په افغانستان کې د سولې لپاره مرسته او همکاري وکړي. نوموړي زیاته کړې چې انډونیزیا په افغانستان کې یو اسلامي مرکز جوړوي. دغه مرکز به د سولې رغونې او روزنې په برخو کې همکاري کوي. ولسمشر غنی د افغانستان شرایط نازک وبلل او له سیاستوالو یې وغوښتل چې شخصي ګټې له ملي ګټو غوره ونه ګڼي او له تفرقې، کرکې او بې تفاوتۍ لاس واخلي. د انډونیزیا ولسمشر چې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره په لیدنه کې د سولې د خوندیتوب لپاره د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د عالمانو د یوې ګډې جرګګۍ د جوړېدلو وړاندیز کړی دی. جوکو ویدودو له دې مخکې د سولې علي شورا یو پلاوي ته ویلي وو چې هیواد یې د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاریو ته چمتو دی. د سولې علي شورا مشر محمد کریم خلیلی د یو پلاوي په مشرۍ دوه میاشتې مخکې انډونیزیا ته سفر کړی و. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او د ایشیانو خونړیو بریدونو زور اخیسته ده. او بیا هم په آریانا نیوز ویپانه کې تمیګو یو بل موضوع هم له تاسو سره شریکو. د شنبه ورځ د خونړی برید په حق لا چې د کابل د صدارت سلور لاري د موټر بم همکار او امبولانس ونیول شو. بلکې چې لومړی چاودنه چې هم هلته رامنځته شوې وه امبولانس کې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای شوي وو او داسې هم ویل کېدل چې هماغه برید څخه څو دقیقې وروسته څلور تنه نور هم له یو بل ورته امبولانس سره نیول شوي وه. د کابل پولیسو په ډاګه کړی چې صدارت څلور لارې ته نږدې د زنمرګي موټر بم چاودنې همکار له یوه امبولانس سره نیول شوی. د اعلامیې له مخې د یو سل یو اسمایي زون پولیسو دغه کاس تیره ورځ غرمه یولس بجې او څلوېښت دقیقې د دریمې امنیتي حوزې له اړوند سیمې نیولی دی. د پولیسو په خپره شوې اعلامیه کې راغلی چې نیول شوی کس د نورو معلوماتو لپاره د ملي امنیت ریاست ته سپارل شوی دی. د پولیسو له اعلامیې په ډاګه شوی چې دغه امبولانس د صدارت څلور لارې د پلټنې له لومړۍ دروازې تیر شوی، بیا له چاودیدونکو توکو ډک موټر همدغه پسې جمهوریت روغتون ته وردننه شوی وه. په دې موټر بم چاودنه کې چې د شنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت پخوانۍ ودانۍ دروازې ته نږدې رامنځته شوې یو سل درې کسان وژل شوي او دوه سوه پنځه دېرش نور ټپیان دي. او بیا هم همدغو پیښو کې تمیږو د کابل د تېرې ورځې د پیښې پاکله یوه موضوع چې دا شپه کابل کې د یو سل یولس فرقې د یو کنډک اووه دېرش سرتېرو ته مرګ ژوبله اړولې. په بخنې سره اووه ویشت سرتېرو ته مرګ ژوبله اړولې. سهار مهال په کابل کې د مارشال محمد قسیم فهیم د پوځي پوهنتون ترڅنګ د یو سل یولس فرقې پر یو کنډک د داعش وسلوالو په برید کې د پوځ یولس سرتېري وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. بریدګار د اغزن سیم له څو کټارو اوښتی او له وروستي دیوال څخه د اوښتلو لپاره یې له ځان سره لوړه زینه وړې وه. په لومړیو کې ویل کېدل چې بریدګر د مارشال فهیم پوهنتون ته ننوتی، خو بیا وروسته د ملي دفاع وزارت ویان وویل چې برید د یو سل یولس فرقې پر یو کنډک شوی دی. د ملي دفاع وزارت ویان دولت وزیري څرګنده کړې چې پنځه بریدګرو سهار مهار پر څلور نیمو بجو برید پیل کړ چې اووه ساعته نښتې وروسته څلور بریدګر ووژل شول او یو ژوندی نیول شوی دی. نوموړي د ورځې پر لسو بجو آریانا نیوز ته په ډاګه کړ چې دوه بریدګرو لومړی ځان ته چاودنه ورکړې، دوه نور له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي او یو بل ځانمرګی ژوندی نیول شوی دی. د پوځ د ځانګړو ځواکونو د قلوردو سرتېر عثمان وایي دښمن له منځه وړل شوی، وسلې، مهمات او بیرغونه ترې پاتې شوي دي. د پوځ د ځانګړو ځواکونو سرتېر احسان سیلاب ویلی چې دغه بریدګرو هم پیکا لرله او هم یې ځانمرګي لرل، خو په نښته کې وژل شوي دي. هارون نومي شاهد ویلي چې لومړی د تفنګچي ډز وشو، بیا د کلاشینکوف ډزې وشوې او ورپسې د درنو وسلو ډزې پیل شوې. نوموړي زیاته کړه چې په کابل کې له څو ورځو راهیسې پرله پسې خونړۍ بریدونه کېږي چې خلک یې سخت اندېښمن کړي او پر امنیتي بنسټونو د خلکو باور ته یې زیان اړولی دی.
په تیر 9 ورځو کې دا دریم برید دی چې په کابل کې د وسلوالو طالبانو او داعش جګړه مالو لخوا رامنځته کیږي. په دغه بریدونو کې شاوخوا 200 کسان ووژل شول او له 300 زیات ټپیان دي. او له آریانا نیوز څخه همدومره موضوعات را به شو ازادي راډیو ویبپاڼې ته. د ازادي راډیو ویبپاڼې ځینې مهم موضوعات به هم له تاسو سره شریک کړو. بیا هم د همدغه 111 فرقې د کنډاک پاکله د تیرې ورځې د حملې پاکله دا موضوع له تاسو سره شریکو. د 111 فرقې د یو کنډاک پر جزوتام حمله کې 11 سرتیري وژل شوي دي. د پلازمینې کابل اړوند د قرغې په سیمه کې د ملي اردو د 111 فرقې د کنډاک په یو جزوتام حمله وسلوال برید کې د سلور بریدګرو په وژلو او یو تن په نیول کېدلو سره دغه برید پای ته ورسېد. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله سهار 15 بجې وشوه او حمله کوونکو غوښتل د ملي اردو دغه جزوتام ته ننوځي. د ده په خبره په سیمه کې د شته ځواکونو لخوا د بریدګرو تر پیژندنې وروسته وسلواله نښته پیل شوه چې 2.5 ساعته یې دوام وکړ. وزیری زیاته کړه له بده مرغه نن زموږ 11 تنه شهیدان شوي او 14 نور ټپیان دي چې په دې کې 6 تنه سطحي ټپیان دي او نور د درملنې لاندې دي. د دښمن 3 تنه وژل شوي دي او یو یې ژوندی نیول شوی چې زموږ د ځواکونو لخوا ملي امنیت ته سپارل شوی دی. د کابل د 111 فرقې د کنډک یو تن بریدمال خان محمود عظیمی د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې له وسلوالو بریدګرو سره د داعش ډلې بیرغونه هم موجود وه. وسلوالې ډلې په لرې پرتو سیمه کې له ماتې سره مخ شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په خپل خبري اژانس اماق کې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د دې حملې مسؤلیت منلی دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې پیښې یوه ورځ وړاندې په کابل کې د جمهوریت روغتون مخې ته د یو امبولانس موټر په وسیله ځانمرګې برید وشو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دغه موټر بم برید کې 103 تنه ووژل شول او 215 نور ټپیان شول. دا دغه حمله مسؤلیت چې وسلوالو طالبانو پر ځان منلی د مسؤلینو په خبره ډیری قربانیان ملکیان وه. له پیښې مخکې د تیرې اونۍ د یکشنبې په شپه وسلوالو مخالفینو په کابل ښار کې د انټرکانټینینټل هوټل ته ننوتل چې په دغه پیښه کې د یو شمیر بهرنیانو په ګډون 22 تنه ووژل شول. د یادې حملې مسؤلیت هم طالبانو منلی وه. د دوشنبه په ورځ د قرغې په سیمه کې د کابل د 111 فرقې په جزوتام باندې د برید یو تن عیني شاهد روح الله وایي برید کوونکي په سپکو او درنو وسلو سنبال وه. د زیاتوي د سهار 15 بجې وې چې لومړی د سپکو وسلو ډزې واورېدل شوې او بیا تر 1.5 ساعت پورې قراره وي او وروسته بیا د درنو وسلو نه کار واخیستل شو. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون رئیس میرداد خان نجربی وای د دولت وسلواله مخالفینو د مخامخ جګړې توان له لاس ورکړی او اوس په دفاعي حالات کې دي. د وی دا چې دغه وسلواله ډلې په لری پرتو سیمو کې لمات سره مخ شوي نو غواړي غچ په خارونو کې په تروریستي بریدونو سره واخلي. د زیاتوي په لری پرتو سیمو کې دښمن د تیر کال په نسبت سکل د تروزی حالت نه دفاعي حالت ته راګرځیدلی او د افغان او بهرنی ځواکونو د حملو په نتیجه کې خپل توان له لاسه ورکړی نو د خپلې ماتې د جبران لپاره په خارونو باندې د بریدونو تمرکز ډیر کړی دی. ښاغلی نجربی وایي په وروستیو تروریستي بریدونو کې چې په کابل او یو شمیر نور ښارونو کې شوي زیاتره قربانیان ملکی وګړي دي. د ده په خبره امنیتي ځواکونو د وروستیو بریدونو د مخنیوي په برخه کې ښه نه دي ځلیدلي او په کار ده چې په دې برخه کې لا جدي اقدامات وکړي. بلخوا د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر انوارالحق احدی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال ترهګر د ملکیانو د وژنې لومړۍ درجه مسؤلین وبلل او انتقاد وکړ چې امنیتي بنسټونه هم د خلکو د امنیت د ټینګښت پر ځای پر سیاسي مسایلو بوخت دي. او بیا هم ازادي راډیو پښتو ویبپاڼه کې تمیږو یو بل موضوع هم له تاسو سره شریکوو. هغه دا چې د تشدد زیاتوالی
پر طالبانو کار په کپ پاکستان د فشارونو نتیجه په کابل کې د وروستیو خونړیو حملو له زیاتېدلو سره پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشارونو او پر پاکستان د نړیوالو سیاسي فشارونو مسله بیا توده شوې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د اندونیزیا له ولسمشر جوکو ویدودو سره په یوه خبری کانفرانس کې په کابل کې د وروستۍ خونړۍ پاله د په بخنه سره په کابل کې د وروستۍ خونړۍ حملې پاله یو ځل بیا په غیر مستقیم ډول پاکستان ته د انتقاد ګوته ونیوله. طالبان د پاکستان غلامان وبلل چې د په وینا دا ځل د خپل بادار په فرمایش له ځنډ پرته مسؤلیت ومانه چې له سیاسي انزوا د خپل بادار د رایستلو لپاره زمینه برابره شي. دا خبره یوازې ولسمشر غنی نه کوي بلکې اکثر افغان چارواکي او کارپوهان په افغانستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو زیاتوالی پر پاکستان د امریکا پر ګډون د نړیوالو سیاسي فشارونو پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشارونو د زیاتوالي نتیجه بولي. یو له دغو مخورو سیاستوالو او د چارو کتونکو د افغانستان او د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد چې تیره ورځ له ازادي راډیو سره په خبره کې د دې وړاندوینه هم وکړه چې د دغه فشارونو له لا زیاتېدا سره ښایي په افغانستان کې د لا خونړیو بریدونو شاهد وي. او همدې سره د خپرونې لومړۍ برخه پای ته رسول لنډه د ماخلو بیا هم غزر اوس خپرونه ادامه لري. برنامه خدا با عرض سلام و صبح بخیر به ادامه برنامه آغاز روز با من لیزا یوسفزی خوش آمدید. کار چهار پروژه اقتصادی تا یک ماه دیگر در ولایت هرات آغاز می شود. مسئولان می گویند این پروژه ها شامل پروژه تاپ فایبر نوری و خط آهن شامل آنند که با مقامات بلندپایه افغانستان، پاکستان، هند و ترکمنستان آغاز می شود. و حال هم برای بحث بیشتر در مورد پروژه تاپی آقای حکیم الله حکیم صدیقی آگاه امور اقتصادی را در برنامه با خودم. آقای صدیقی سلام، صبحتان بخیر، به برنامه خوش آمدید. سلام خدمت شما، خدمت همکاران تکنیکی شما، خدمت بینندگان تلویزیون آرینا نیوز. آقای صدیقی، در نخست می‌خواستم در مورد اهمیت پروژه تاپی برای اقتصاد و اهمیت کشور صحبت هایی داشته باشیم که پروژه چقدر میتونه که بر اقتصاد ما مفید باشه و همچنان بتونه باعث امنیت در کشور شود. خب از آن جایی که به همه معلوم است پروژه تاپی تقریبا 1814 کیلومتر که تقریبا 700 چند کیلومترش از طریق افغانستان به خاک پاکستان و از خاک پاکستان به هندوستان انتقال می‌یابد. این پروژه بلکه پروژه توسعه اقتصادی برش گفته میتونیم که تقریبا درآمد خوبه به هر چهار کشور داره. ترکمنستان در اوایل تلاش داشت که همچو مشتریایی پیدا کنه به خاطر فروش نفت گاز خود. چهارمین کشور است که در سطح جهان اینا ای کشور از نگاه نفت و گاز غنی است که خوشبختانه این موافقتنامه بین چهار کشور امضا شد که افغانستان در سالانه میتونه 400 میلیون دلار هزینه کنه که قیمت مجموعی از این پروژه 7.9 میلیارد دلار است که درآمد خوب است برای اقتصاد هر دو کشور و همچنان یک روابط خوب تجارتی را تامین میکنه بین کشورهایی که موافقتنامه بینشان امضا شده. میشه که اینا تجارت خود توسعه بدن و در تامین امنیت از این پروژه، در تطبیق از این پروژه افغانستان و ممالک دیگر که از باعث از کوشا باشند و همکاری بیشتر مردم نیاز است که در این عرصه مردم همکاری کنند که پروژه از ولایت هرات و فرا و قندهار عبور میکنه و به طرف پاکستان میره و یک خوبی ای داره که مردم افغانستان نیز از این نفت گاز مستفید میشن. یعنی در بالای از اینکه پروژه سالانه 700 میلیون دلار به حساب میلیارد دلار بله
پول به حساب افغانستان وارد میشه، در پالی ازی دیگر چه امتیازهایی از این پروژه به افغانستان داده میشه؟ خب تقریبا 33 متر مکعب است گاز هم میتونن اینا استفاده کنن، مردم افغانستان میتونن، که یک حجم بسیار خوب هست، میشه که مناطق در نزدیک همی پروژه هستن میشن که از نفت و گاز مستفید شوند و میشه که اینا برق حرارتی افغانستان از این فرصت استفاده کنن، برقای حرارتی تولید کنن. بسیار یک تسهیلات خوبه با مردم افغانستان است و زمینه درآمد خوب اقتصادی است و یک زمینه خوب به افغانستانی است که ما میتونیم روابط تجارتی خود بیشتر با ترکمنستان نسبت به پاکستان و هند و چیز مستحکم بسازیم، که چون ترکمنستان نزدیک از به افغانستان میشه که و میشه که دایر هرسه پاکستان هم روی از این مسائل توجه بیشتر کنه و روابط تجاری خود که در چند مدت یک کم به هم خورده بود و بعضی قوانین نقض میکرد با اونا هم پابندی کنه و با هم خصوصا بالای ترانزیت ما شما که هستن بندش بود اونا را همکاری کنن و سطح اقتصاد کشور بلند بره. آقای صدیقی، این پروژه چقدر میتونه که به جوانان بیکار ما کمک کنه؟ مثلا باشندگان ولایت هرات به خاطر افتتاح این پروژه هر لحظه شماری میکنن و تقاضایشان از حکومتی است که با افتتاح این پروژه بیشتر جوانان تحصیل کرده و توانمندی که در هرات و سایر ولایت های کشور فعلا بیکار هستند در این پروژه گماشته شوند. این خود پروژه چقدر به نیروی کاری ضرورت داره و چقدر میتونه زمینه ها را مساعد بسازه به جوانان بیکار ما در افغانستان؟ طبعا وقتی که پروژه آغاز شود حتما نیاز است که اشخاص باید از صاحب وظیفه شود، صاحب شغل شود. بیشتر از 1000 نفر در این پروژه مصروف کاربار، مصروف شامل شغل میشه، که یکی از مفیدت هایش است که سطح بیکاری به حد خود رسیده و سطح بیکاری را کم کاهش میده و مشکلاتی که وجود داره در این پروژه های چهار پروژه که هست به یک حیثیش یک کم حل خواهد شد مشکلات مردم. و دیگه همچون پروژه دیگه ما هم داریم، پروژه که باید از ما پروژه تولیدی داشته باشیم، فابریکای داشته باشیم که مردم بیشتر به جوانای ما، به جوانای تحصیل کرده بیشتر شغل ایجاد شد. و از حکومت خود تقاضا داریم که در تامین امنیت یکمی کوشا باشن. آقای صدیقی، این پروژه تقریبا در اوایل دهه 96 طرح‌ریزی شده بود پلانش، اما نسبت به بعض مشکلاتی که بوده به تعویق افتاد و بالاخره در اوایل به تاریخ 13 دسامبر سال جاری این پروژه بین کشور پاکستان، هندوستان، افغانستان و ترکمنستان بالاخره این کارش آغاز شد و به حساب افتتاح شد. حالا اگر بازم کار از این مثل دفعه گذشته به تعویق بیفته، این خودش چقدر هزینهش بالا میره و چقدر باعث دیگر مشکلات خواهد شد بر کشور ما و دیگر کشورهایی که فعلا در این پروژه هستند؟ ما شما با چالش هایی که فعلا سر رای ما هستن ما شما مواجه میشیم. مشکلات امنیتی وجود داره که در تامین امنیتش باید از ارگانهای کشفی ما، ارگانهای امنیتی ما کوشا باشن و پروژه با یک کمپانی خارجی و همچنان به نام ILF و شرکت ملی گاز این تفاهمنامه تطبیق از این پروژه امضا شده که با حضور داشته جناب رئیس جمهور، که اینا با ارگان های امنیتی هم صحبت شده که تدابیر از این را بگیره و زمینایی که استملاک شده از اشخاص که خواهشمند هستیم که زمیناشان استملاک شده اونا را برشان اونا تامین امنیت هم بکنن و همکاری با حکومت هم بکنن و حکومت اگر حقشان همو پولی که زمینشان خریداری کردن یا در این استملاک شده توجه بیشتر باید از کنه و همو پولشان برشان بپردازه. در پلوی استخبارات کشور ما و ارگان های امنیتی که فعلا این دو ارگان به
در داخل کابل در چند روز اخیر میبینیم که به ناکارای اینا متهم هستن و نتونستن که بعض از حملاتی که در داخل شهر کابل صورت میگیره اینا پیشگیری کنن و از وقوع حملات جلوگیری کنن. حالا فکر میکنه که نهادها بتونن که تامین امنیت کنن بر پروژه تاپی و در پلوی حکومت افغانستان، کشور هندوستان، پاکستان، ترکمنستان چقدر مسئولیت امنیتی پروژه را دارن که باید از همکاری کنن با حکومت افغانستان در قسمت تامین امنیتی پروژه؟ خب طبعا حادثاتی که صورت گرفت، اول تسلیت به تمام هموطنان خود میگم و شما شاهد هستین که ارگان های کشفی ما درست است که متهم هستن، ولی همکاری های مردم هم نیاز است، خصوصا در ولایات که باید از اینا هم همکاری کنن و در تامین امنیت. تا ما شخص بیگانه را خود ما در داخل خانه خود جا نتیم، اونا به هیچ وجه نمیتونن در داخل کشور ما بیان. این طبعا دستای هست که کار میکنه، دستای خارجی هست که کار میکنه و هدفشان همین است که این پروژه انکشافی در افغانستان تطبیق نشه، خصوصا بعضی همسایه ما که هستن مانند ایران. اونا هیچگاهی نمیخوان که افغانستان غنی شوه و افغانستان عواید از خود داشته باشه. یعنی پاکستان میخواد، پاکستان که خودش فعلا در این پروژه شریک است. خب پاکستان طبعا میخواد، پاکستان خوب به نفعش است. چرا؟ نفت گاز برشان میره، اونا نیاز دارن. یعنی ما کدوم مشکل از جانب حکومت پاکستان به خاطر ممانعت در این پروژه نداریم؟ به خاطر اینا موافقت نامه داشتن چهار کشور که در تامین امنیت از این همیشه توجه بیشتر میکنن که پاکستان و ترکمنستان نقش عمده را دارند و هندوستان نقش عمده را دارند در تامین امنیت تطبیق از این پروژه، و کشورهای دیگه بیگانه است مانند ایران و روسیه که اینا نمیخواهند کمی پروژه که در افغانستان است اینا تطبیق شوه و افغانستان به طرف انکشاف بره. چون ما شما از سالهای متمادی است تلاش کردیم که ما به کشور غنی، کشور دارای اقتصاد خوب باید از در ردیف از اونا قرار بگیریم، ولی از جانب ایران، پاکستان و روسیه و ممالک دیگری که هست همیشه تخریب شدیم. هر کس میخواه که در افغانستان که حضور دارن و در افغانستان میخوان که نفع خود بهره خود بگیرن، ولی ما از این فرصت ها باید استفاده کنیم. با یک استراتژی بسیار قوی سیاسی ضرورت است که ما بین خود تفاهم سیاسی خوبتر داشته باشیم، روابط خود از داخل البته ما باید از جور کنیم، مشکلاتی که داریم اول هیر حل کنیم، باز در تامین امنیت از مردم خود کمک بخواهیم، زمین شغل به مردم ایجاد کنیم، جوانایی که بیکار هستن اینا نقش بسیار عمده را در رشد اقتصاد کشور داره. هر جوان ما از کشور که خارج میشه یک صدمه بزرگ به اقتصاد کشور ماست. آقای صدیقی، حالا این پروژه تاپی از چند ولایت کشور میگذره؟ یعنی چند ولایت در بر؟ خب هرات از فراست، هلمند از قندهار است، از چهار ولایت ما شما میگذره. هلمند و قندهار دو ولایت ناامن و فرا همچنان فعلا، یعنی ما میتونیم بگیم که ما میتونیم به همکاری کشور پاکستان و هندوستان و ترکمنستان بتونیم تامین امنیت پروژه را در این ولایت هایی که اکثرا ناامنی ها در اونجا بیشتر است، تحرکات مخالفین مصالحه دولت هم بیشتر است، بتونیم بگیریم؟ این خوب مشکل است، ولی ما شما در تجارت یک چیزی است که ما تا که همین خطر قبول نکنیم، ریسک قبول نکنیم، ما منفعت گرفتن نمیتونیم. طبعا این مشکلات داره و ما از نیروهای امنیتی خود و حکومت پاکستان که در جامعه جهانی حکومتی است که همیشه مشکلات ایجاد کرده، خواهشمند هستیم که در تامین امنیت و از کشور ترکمنستان که این یکی از درآمد خوب به ترکمنستان است، خواهشمند هستیم در تامین امنیت از این از هیچ نوع نیروی از هیچ نوع امکانات اینا صرف نکنن و همکاری های بیشتر داشته باشن، چون نیروهای امنیتی ما به هو حد که باید از تجهیز شوند از طریق جامعه جهانی تجهیز نیستن، مشکلات وجود داره. جوانای بیشتر ما در این راه امنیتی شما ببینین دیروز حادثه که صورت گرفت، تقریبا 10 تن از جوانای نیروهای امنیتی ما
و شهادت رسید. روز قبل بیشتر از 100 نفر جوانای ما، هم مرد و زن، بیچاره شهید شدن بیگناه، که ما با از جلا وزیر به همکاری مردم گرفته میشه و ارگان های کشفی ما، ارگان های امنیتی ما توجه جدید ای عرصه کنند. میفهمم که خیلی دشوار است، مشکل است در این وقت که چنین حالات را کشف کنه آدم، چنین حالات را جلوگیری کنند. آقای صدیقی، پروژه تاپی چقدر در همبستگی کشورهای جنوب آسیا میتونه که مومد و موثر واقع شود؟ خب این یکی از پروژه تاپی، یکی از مفیدتاش هست که ما به سطح منطقوی یک ارزش اقتصادی پیدا میکنه بین کشورهای آسیایی و یک دیگر کشورها را هم تشویق میکنه که کوشش کنند تجارت های خود با هم دیگر شریک بسازن و همکاری های داشته باشند در عرصه رشد اقتصاد کشورهای آسیایی و روابط بیشتر خوب تجارتی و همچنان در تامین امنیت. در قدم اول وقتی تفاهم‌نامه امضا میشه بین کشورهای آسیایی، اینا باعث است در تامین امنیت از جا بسیار توجه کنند کشورهای آسیایی، خصوصا همین پروژه که امضا شد، پروژه تاپی، اینا تعهد کردند که تامین امنیت میکنن و امیدوار هستیم که ارگانهای امنیتی ما و کشورهایی که هستن همراه ما تفاهم‌نامه امضا شده، کشورهای دوستی که در تامین امنیت افغانستان به خاطر رشد افغانستان آمدن کار میکنن، از اینا تقاضا داریم که در تامین امنیت کوشا باشن و کشورهای آسیایی را خواهشمند هستیم که روابط تجاری خود در آسیا با همدیگر گسترش بتن و زمینه شغل به مردم خود ایجاد کنند. آقای صدیقی، میشه در مورد چالش های پیش روی احداث این ختم بگوین که در پهلوی از اینکه میتونه بر اقتصاد ما، بر امنیت، بر بیکاری هم مفید تمام شد، چقدر چالش های امنیتی سر روی پروژه؟ خب شما قسمی که عرض کردین پیشتر، فرا و هلمند یکی از نامترین، قندار هلمند یکی از نامترین ولایات افغانستان هستند که چالش های خود، البته مشکلات خود داره در اوائل که باید توجه بیشتر صورت بگیره در این عرصه. اشخاصی که استخدام میشه، اشخاصی که هستن و مخالفینی که اونجا وجود داره، طبعا اونا حق میخوان، طبعا اونا از این پروژه هم میخوان بهره خود بگیرن. باید حکومت ما و اشخاصی که ممالک که در تامین امنیت از این پروژه، در تطبیق از این پروژه تلاش دارن، اینا توجه جدی نماین. اشخاص مخالفی که افغانای ما هستند، بالاشان صدا میکنم که به نفع مملکت ما هست، خواهش میکنم که اینا هم تامین امنیت کنن و حداقل یک استراتژی صلح است که باید است اونا در پروسه صلح بیان و همو ولایت را که میخوانن تامین امنیت کنن. از حکومت خواهش مند هستیم که اون مردمی که ولایت خوش هستن به قوانین حکومت بالای خود تطبیق کنن و تامین امنیت کنن برشان ولایت بتن و از این بیچارگی، از این مشکلاتی که فعلا وجود داره، برادرای ما بجا بیچاره بیگناه از بین میرن، شهید میشن، از این جلوگیری صورت بگیره. آقای صدیقی، حکومت افغانستان به خاطر تامین امنیتی پروژه به حساب گفتن که تقریبا 7000 نیروی نظامی را تعیین خواهد کرد و خواهد در همین ولایت هایی که نسبتا ناامن است اینا را بگم ما را به خاطر تامین امنیتی پروژه. فکر میکنید که 7000 نیرو در ولایت کندهار، هلمند، فرا که ولایت هایی هستند که نسبت تحرک طالبان در اونجا مخالفان مصالحه دولت هر گروهی که باشه بیشتر از 7000 نیرو بتونه که تامین امنیت کنه برای پروژه؟ خب طبعا زایات خود داره، ما جوانای خود شاید خدای نخواسته از دست بتیم در این حالات و قسمی که معاون سخنگوی وزارت دفاع شب گذشته در میدیا حاضر شدن گفتن که ما مشکلات امنیتی وجود داره، شاید ما عزیزان خود در این عرصه، در این راه تا به اهداف خود میرسیم از دست بتیم و یا ایست که خدا مهربان است که یک زمینی صلح بین همین مخالفین پیدا شود که ما بتانیم این پروژه را به صورت آرام و صلح‌آمیز تطبیق کنیم.
تامین امنیت که حداقل که نیروی کاری بیشتر از 10,000 هم باشه، وقتی که ولایت نام باشه طبعا ضایعات خود داره و ما تامین امنیت نمیشه. چرا یک نفر اگر در خانه مخالف باشه، او خانه اگر 10 نفرش هم پشتیبان باشه، با همدست باشن، و یک نفر مخالف باشه، باز هم گدودی های مشکلات وجود داره. پس ما شکونه میتونیم که بتونیم تامین امنیت کنیم برای پروژه؟ در قدر مشق خدمت شما عرض کردم که مخالفین هم اونا از این پروژه میخوان بهره خود داشته باشن، سود خود داشته باشن، چون طالب هیچ وقت مفت نمی جنگه، نیروی دایش مفت نمی جنگه. اینا را حتمی یک مملکت کشور از پول میتن و تامین اسلحه میتن و حتمی مسائل تجهیزات دیگه که بیشتر پیشرفتی است برشان میتن. اینا هم میخوان سود بگیرن که ما از شورای صلح خواهشمند هستیم که در تطبیق از این پروژه کوشا باشن و از هر قسم که در مورد خواستای طالبان گفتین آقای صدیقی، یعنی اینا چگونه خواستایی خواهند داشت و آیا حکومت افغانستان میتونه در قسمت پروژه به خواستای اینا تن بده و یا بالاخره خواستای اینا رو بپذیره که تا بتونیم ما این پروژه رو به شکل درستش تطبیق کنیم؟ خب اونا همیشه مخالف هستن، از سایی که تیر میشن در جایی که هستن میخوان حق بگیرن و یعنی باید بهشان باید حق بتیم؟ بله، ما در این حالت ما مجبور هستیم و خاطر از این ما مجبور هستیم که ما اگر ما نیروهای ما با اونا بجنگن تلاش کنن بیشتر ضایع میشه و وقت هم ضایع میشه و مشکلات بیشتر هم سر رای نیروهای امنیتی ما میه. نیروهای امنیتی ما بیچارا ببینین که بیشتر همیشه همه روزه صدمه میبینن و خصوصا در ولایت فرا و هلمند که بیشتر از 1,000 خانواده بیجا شدن در فرا، و نیروهای امنیتی ما به خاطر تامین امنیت همیشه شب روز می جنگن و در حتی دشمن در داخل نیروهای امنیتی ما شما نفوذ کرده که ببینید چقدر مشکلات ایجاد شده. که ما از حکومت خواهشمند هستیم که هر قدر صلح‌آمیز به پیش بره، پروژه انکشافی تطبیق شوه و هر چقدر که اونا به صبر و حوصله پیش برن، انشالله که افغانستان وقتی که شغل ایجاد شد، جوان ها صاحب کار شد، انشالله این مشکلات هم مرفوع میشن. آقای صدیقی، در آخر میخواستم پیامتانم به مردم داشته باشم که چقدر مردم باید این پروژه در تطبیق پروژه با نیروهای امنیتی با حکومت همکار باشن، چون بدون مردم همکاری مردم نیروهای امنیتی ما نمیتونن که به او اهداف که دارن برسن و بدون نیروهای امنیتی مردم هم نمیتونن. پس میخوایم پیام شما رو به مردم داشته باشم. قبلا نرس کردم، مردم یکی از نقش کلیدی را در این تطبیق از این پروژه بازی میکنن که مربوط مردم همه ولایت هستند. اونا باید از در همکاری با حکومت با نیروهای امنیتی کوشا باشن و این پروژه به منفعت عمو مردم است، بیشتر بهره را عمو مردم میگیره. حکومت هم تلاش دارن که یک تسهیلات به مردم خود ایجاد کنه، ولی فرصت های مشکلات از نمیتونه سر رایشان است که نمیتونه به صورت درست برنامه هایشان تطبیق شوه. و ما از همه مردم خواهشمند هستم که با نیروهای امنیتی در عرصه تطبیق پروژه های انکشافی همکاری داشته باشه، پل پلچک و سایر تجهیزات که سهولت هایی که میه به مردم میه و مردم مازی مستفید میشه و به نفع هم افغانستان است و به نفع رشد اقتصادی افغانستان است، مردم صاحب شغل میشه و امید پیروزی های بیشتر مردم افغانستان. تشکر. با تشکر بسیار زیاد از آقای حکیم صدیقی، آگاه امور اقتصادی، که در بس این ساعت در مورد اهمیت پروژه تاپی بر ما معلومات دادن و بحث و گفتگویی داشتیم.
و حال هم بحث گفتگوی داریم با آقای محمد عمر محمدی، رئیس روابط بین المللی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث، و بحث ما هم از در مورد برنامه ها برای مبارزه با حوادث طبیعی. آقای محمدی سلام، صبحتان بخیر، با برنامه خوش آمدید. سلام، صبح شما بخیر. سلام به شما، سلام به تمام بیننده شما. تشکر. آقای محمدی، در نخست می‌خواستیم در مورد برنامه های اداره ملی مبارزه با حوادث در سال جاری گفته هایی داشته باشیم. بسیار تشکر. اما قسمی که به تمام شما معلوم است، ما حدود دو ماه قبل کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث که تحت ریاست جناب دکتر سب عبدالله عبدالله رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان است برگزار شد. این کمیسیون 19 عضو دارد. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث هم دارالانشای این کمیسیون است. این اعضای کمیسیون که متشکل از 19 نهاد دولتی افغانستان هستند که وزارت های مختلف افغانستان را در بر میگیرند، اینا به خاطر برنامه ریزی یا پلان زمستانی سال 1396 با هم کار کردیم و تمام ادارات دولتی در استقامت هایی که به نحو وظایف کاریشان است در اوجه تعهدات خود دارن و این پلان زمستانی ما تهیه شد و در این پلان زمستانی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث بر تمامی ولایت افغانستان پول نقد از واجه سردستی مکود استراره که داریم را فرستاده بر تمامی ولایت افغانستان، بر واحدهای دومی ما که ریاست های مبارزه با حوادث طبیعی در ولایت های افغانستان هستند. از این پول به خاطر که مواد غذایی و مواد غیر غذایی و سایر لوازم و موضوعات دیگه که ضرورت است و یا در حالات استرار و حالات ایمرجنسی موضوعاتی که پیش میشه خدای نفسه حادثه بروز میکنه، از این پول استفاده شد و از او رسیدگی یا همو ریسپانس یا پاسخگویی یا عاجل صورت بگیره. به علاوه از این مؤسسات ملی و بین المللی که در بخش کاهش خطرات حوادث با ما فعالیت دارند و مؤسسات و یا کمک های بشردوستانه را در افغانستان انجام میتن و به همین رقم دفاتر سازمان ملل متحد که در افغانستان در این بخش فعالیت دارند، در هماهنگی با اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث در تمام ولایت افغانستان آمادگی اتخاذ شده که در قسمت مواد غذایی و غیر مواد غیر غذایی و یا آمادگی دیگه که چگونه هماهنگ هستیم باشیم، در صورتی که اگر خدای نخواسته کدام حادثه بروز میکنه ما چرا بسری وقت بتانیم که پاسخگویی بکنیم. به همین ترتیب اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث کمک های دیگه که مثل کمک های قزاقستان بود که تازه به افغانستان رسیده، کنسر است و آرد است و این به تمام نیازمندا و امو آسیب دیده هایی است که سهمیه بندی شده و اساس سهمیه بندی بر اساس توزیع میشه. و همچنان اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث در کمک های دیگه که از جمهوری خلق چین دریافت کردن به مقدار 4242 متریک تن برنج است که این مرحله وار وارد افغانستان میشه. دو مرحله وارد افغانستان شده که بیش از 1000 تن از داخل افغانستان شده و بس سهمیه بندی که ما داشتیم به هر ولایت افغانستان 150 متریک تن این برنج فرستادیم که این به همون نیازمندایی است که فرستاده شده. به علاوه از او ما بیش از 7000 نفر را تصمیم داریم که فامیل را ببخشیم که مواد غذایی آمادگی داریم در گدام ها از کمک بکنیم. بیش از حدود 8000 نفر دیگر. آقای محمدی، این گدام ها در مرکز است و یا در ولایت هایی که اکثرا پیش بینی شده که در اینجا احتمال وقوع حوادث طبیعی بیشتر وجود داره؟ ای هم در مرکز است و هم ما همی مقدار برنج را گفتیم برای گدام روان کردیم و این مواد در گدام ها داریم. این نیاز سنجی و پیش بینی که شده در کدام مناطق بیشتر معرض به خطر هستند ساحات و در ازی ساحات همی مقدار مواد فرستاده شده و به علاوه از گفتیم که همو پول نقد فرستاده شده، مواد غذایی و غیر غذایی فرستاده شده در تمام ولایت افغانستان گدام های ما از و سابق در گذشته ها زون ها بود، حالا به این ولایت ها از در هر ولایت که در رأس کمیته مبارزه با حوادث ولایتی والی صاحب محترم قرار دارن، این همو پول را گفتیم ما فرستادیم به خاطر
رسیدگی و مواد غذایی و غیر غذایی که از مارکت خود از همون مارکت محلی ای خریداری میشه و داخل گدام ها میباشه و به خاطر امی موضوعات که اگر پیش میشه این رسیدگی صورت بگیره. آقای محمدی، نظارت ارزیابی شما از این کمک ها چگونه است؟ شما به ولایت ها، شما گفتین به والی ها داده میشه که از طریق والی ها به مردمی که اونا مد نظر دارن میدارن که بیشتر در معرض خطرات وجود دارن و یا اقتصادشان ضعیف است قرار میگیره، اما اکثرا باشندگان ولایت هایی که بیشتر در معرض حادثات احتمالی وجود دارن و یا ولایت های سردسیر هستن که اونجا بیشتر برفواری صورت میگیره، از ناچیز بودن کمک هایی نداره همیشه شکایت دارن و گفته میشه که کمک ها برسه وقت و کافی صورت نمیگیره و همچنان ناکافی بوده و اکثرا این کمک ها بر کسایی داده میشه که اینا بر اساس روابط ضوابط بوده. شما در این مورد چقدر ارزیابی دارین؟ چقدر ارزیابی ما؟ ما از قسمت اول حرفای شما شروع میکنم که ما پول را به شخص والی صاحب که تنها خود والی صاحب باشن نیست، ما مرقم قبلا گفتم که کمیسیون متشکل از 19 عضو است. این 19 عضو که وزارت ها در مرکز هستند، واحد های دومی از یا در ولایت ها هستند. تمام این امی وزارت هایی که در اینجا عضویت دارن، این وزارت ها واحد های دومی شن که ریاست هایشان از در او ولایت است، در اینجا تحت ریاست جلال ما دکتر سبت بلد بلد پیش میره. این جلسات فوق العاده برگزار میشه و به خاطر هماهنگی و به خاطر امی پلان زمستانی را که ما گفتیم که لانچ شد و افتتاح شد و با تمام مطبوعات شریک شد، این در اونجا تحت ریاست والی صاحب است و اینمی اعضا عضویت از دوره دارن و به علاوه از این نهادهای دولتی که عضویت کمیته را دارن، در اینجا مؤسسات ملی و بین المللی دیگه هم و نهادهایی که سازمان ملل متحد هستن که در بخش کمک های بشر دوستانه و کاهش خطرات حوادث در افغانستان فعالیت دارن، همچنان عضویت دارن و اینا در پروسه هایی که سروه میکنن و در پروسه های سروه تمام این تیم و هیئت متشکل از اینمی تیم است و اینمی هیئت میره سروه میکنه و اگر خدای نخواسته یک نفر یا دو نفر باشه دستبرد اگر صورت میگیره، اینجا تمام اعضا وقتی وجود دارن در حضور اینقدر عضو که در این کمیته وجود داره و این کمیته وقتی میگیم در حضور کمیته، ما بعید میبینم که دستبرد صورت بگیره در کمک های بشر دوستانم. آقای محمدی، پیش بینی و ارزیابی شما در سال جاری از وقوع حادثات احتمالی چی است؟ مثلا بیشتر کدام ولایت شما پیش بینی کردین که در معرض احتمالات برف کوچ ها، سیلاب ها و دیگر احتمالات حوادث طبیعی اینا قرار میگیرن در سال جاری؟ تشکر امون رقمه که عام است امون شش حادثه که از لحاظ شش حادثه که بسیار عام است در افغانستان و او زونهای مختلف افغانستان تهدید میکنن، قسمت شمال افغانستان و شمال شرق افغانستان در این فصل برف کوچ ها هستن، ولایت های شمال و شمال شرق برف کوچ ها و قسمت های همچنان خط زلزله که در امو خط زلزله که این قسمت افغانستان شمال و شمال شرق افغانستان و میرقم تا ولایت های مرکزی را در بر میگیره در این خط هستن و قسمت های که همچنان ساحات ولایت مرکزی افغانستان که بامیان و این قسمت های ولایت های همجوار یا در مرز گاهن پیشبینی های برف کوچ در اینجا میشه، اما در این فصل تصور بری بود که بارندگی بیشتر چون صورت نگرفته و در این دو روزه که بارندگی ریزش برف صورت گرفته و او امو هزارت مپ یا نقشه برداری ساحات آسیب پذیر افغانستان که در برمان نشان داده و این ساحات بیشتر مواجه با برف کوچ ها هستند. ولایت های بدخشان و تخار و این طرف پنجشیر و به میرقم ولایت های همجوار از یام قسمت ولایت های مرکزی و ولایت های شرق افغانستان در فصل تابستان و بهار متاثر از سیلاب ها هستند و به امی رقم جنوب افغانستان خشکسالی تهدید میکنه و در فصل بهار و امی رقم تابستان در ولایت های بازم شمال و شمال شرق رانش زمین را داریم تهدید میکنن و غرب افغانستان بادهای به علاوه سیلاب ها و موضوعات سیلاب های آنی و فصلی که داریم، طوفان های توام با باد یعنی طوفان های ریگی یک خطری است که
مردم از زون افغانستان تهدید میکنن. این مواردی است که اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث در هماهنگی با سایر نهادهایی که همکاری و هماهنگی با ما دارن در این قسمت تدابیر هم گرفتن و برنامه واقعیوی هم روی دست گرفتیم و همچنان برنامه ای را که با بانک جهانی در این مورد زیر دست داریم. این برنامه نقشه برداری نقاط آسیب پذیر افغانستان است که برنامه افتتاح شده و این برنامه از ظرفیت های لازم خود را کار داره که ما هم در هستانی ازی هستیم که مالکیت ازی را چگونه به دولت افغانستان انتقال بدیم تا من بعد از این دولت افغانستان بتونه این کار را پیش ببره. آقای محمدی، آمادگی های شما به خاطر تهدید خشکسالی در بعض نقاط از افغانستان که شما هم یادآور شدین چی است؟ شما چقدر آمادگی دارین که در سال جاری احتمالات خشکسالی در بعض از نقاط افغانستان وجود داره؟ به خاطر خشکسالی شما چی برنامه ها، چقدر آمادگی ها دارین که ما بتونیم از خشکسالی به خوبی بگذریم؟ برنامه هایی که در ارتباط به خشکسالی سالهای گذشته ما دو ولایت غور و بادغیس را میتونیم به شما مثال بدیم که در هماهنگی با وزارت محترم زراعت آبیاری و مالداری ما هم برنامه لازمه که روی دست بود او را گرفته شد تا او ولایت هایی که از این ناحیه آسیب میدیدن بتانند چگونه بتانیم که بر ازیا امو کمک ها و او آمادگی را داشته باشیم. همچنان در سایر ولایت هایی که معروض به خطر هستند و این خطر میتونه او را تهدید بکنه، باز هم روی برنامه که چگونه ما بتانیم رسیدگی عاجل و به موقع و رسیدگی بهتر صورت بگیره، باز هم وزارت های مرتبط بخصوص وزارت محترم آبیاری و مالداری پلان روش کار میشه که تا چگونه بتانیم که رسیدگی شود. گزارشی وجود داره که آقای محمدی که امسال مرکز هم در تهدید خشکسالی قرار داره، شما در مورد مرکز چگونه برنامه ها دارین؟ مرکز نفوذش خیلی زیاد است و اگر خدای نخواسته ما خشکسالی تهدید کنه ولایت و یا ما دچار خشکسالی شیم در مرکز، مثلا آب کم باشه، دیگه امکانات، شما به خاطر اینا چقدر آمادگی دارین؟ ساحات اصلا فعلا در مرکز که فعلا آب ندارن، جاها خشک شده، بر اینا چگونه برنامه های شما چی است؟ برنامه های که ما وقتی میگیم که خشکسالی جاها خشک میشن با او وضعیتی که دهاقین ما را یا کسایی که زمیندار هستن متاثر میشن از خشکسالی، با پیمانه در کابل ما فکر نمی کنم که زراعت را متاثر بسازه و دهقین اینجا متاثر بسازه و با او پیمانه ای که در ولایت یک مامی خشکسالی تهدید میکنه در کابل فکر نکنم که باشه، هست با او پیمانه نیست. در او قسمت هم باز هم باز نهادهایی که در این قسمت کار میکنن و با امون نهادهای وزارت های دولتی که در استقامت های کاریشون مشخص همی است در هماهنگی با یا پلان ساخته میشه و روی پلان مشخص کار میشه تا این پلان، گفتیم که سالهای گذشته ما در بسیاری ولایت ها پلان های خود را داشتیم با وزارت محترم زراعت آبیاری و مالداری، باز هم روی از این پلان ها کار خواهد شد و این پلان ها را ترتیب خواهد دادیم و بر مبنای این پلان اقدامات صورت خواهد گرفت تا مردم ما را نجات داده باشیم از این آسیبی که یا از این ناحیه که مردم آسیب میبینن. آقای محمدی، امکانات چقدر وجود داره؟ مثلا در ولایت بامیان یکی از ولایت هایی است که بیشتر و همه ساله در تهدید برف کوچ ها، سیلاب ها و از این قبیل حوادث طبیعی وجود داره. امکانات از قبیل موترهای برف پاکن و ماشین هایی که برف پاک کنه، چون اکثرا سالهای گذشته سال قبل ما ده ها کوشه در ولایت از اثر برف کوچ ها داشتیم، شما چقدر به این ولایت امکانات شما از قبیل موترهای برف پاک کن، ماشین های برف پاک کن و نیروی بشری چقدر؟ ما امی رقمی که ده ها کشته در بامیان داشتیم رد میکنم به خاطر از اینکه سال گذشته ما اما گزارشاتی وجود داره، انمی گزارشات ما دادیم اما از بامیان ندادیم امی گزارش را. ما میخوایم تصحیح بکنیم میره که سال گذشته در 22 ولایت افغانستان ما عملیاتی که داشتیم 22 ولایت افغانستان که زیر پوشش برف قرار داشت، در تمامی ولایت افغانستان عملیات بسیار به خوبی پیش رفت و بیشتر تلفات را در نورستان و در پروان داشتیم از اثر برف کوچ غافلگیر کرده بود. در بامیان، در دایکندی و کوتل هایی که این طرف با میدان وردک میه یا تمام کوتل ها، گذرگاه ها، شاهراه ها و جاده هایی که از اثر ریزش برف مسدود شدن، تمام اینا واحد های سیار ما همچنان در ولایت های غزنی
که یونیت ها یا واحد های سیاره که بخاطر برفاکی موظف بودن اینا در حال گشتنی بودن، حتی طوفان توام با برف به حدی شد که یونیت های مسکار اما واحد هایی که برفاکی میکردن در کنار جاده ها توقف کردن بخاطر از اینکه وضعیت بهتر شد و اینا به کارشان ادامه بودن. با اون وضعیت و با اون شرایط ما در این قسمت ها تلفات نداشتیم. بیشتر تلفات ای بود که سقف منزل فرو ریخته بود که تعداد از فامیل های 7 نفر یا 6 نفری که در یک فامیل بودن برف بانک پاک نکرده بودن و اون بر سقف منزل فرو ریخته بود، یک فامیل گرفته بود و بیشتر تلفات در پروان و نورستان داشتیم که برف کش غافلگیر کرده بود. امسال هم قسمی که قبلا گفتم پلان زمستانی ترتیب شده و می‌رقم در همکاری با وزارت محترم احیا و انکشاف دهات که اونا تعهد کردن حدود 800 کیلومتر سرک دهاتی را در حین برف باکی جاده ها را پاک نگاه میکنن و به می‌رقم وزارت محترم فواید آمه که حدود 8000 کیلومتر سرک را که شامل 300 نقطه میشه که نقاط مثل سالنگ و کوتلاجیگک و بعضی کوتلهای دیگه ستکنده و بعضی کوتلهای دیگه افغانستان را دبر میگیره که اینا از سر برفباری متاثر هستن و بندش راه ها مردم را متوقف نتا یا آسیبی برشون نرسه. در این قسمت ها فعال هستن و برنامه ها از قبل گرفته شده و این وزارت محترم که همین رقم گفتم در همکاری و هماهنگی با ما پلان را ترتیب دادن به کارشان آغاز کردن و لیلایل هم در این دو روزی که از روز گذشته به این طرف که بعضی ولایت افغانستان برف باریست و بعضی نیمه ابری و گاه هم برف میباره، مرکز عملیات استرار اداره ملی آمادگی مبارزه با حادث با 33 ولایت افغانستان در تماس است و همچنان خودمان از چنل های مختلف ای 33-34 رئیس مبارزه با حوادث را در گروپ های فیسبوک و به می رقم در چینل های تلفونی با خود داریم. هر لحظه بار تمام از در تماس هستیم و اگر موضوع باشه اینا با ما اطلاع میتن و ما هم هر لحظه در تماس هستیم که خدای نخواسته کدام موضوع صورت نگیره و به می رقم آمادگی های خود چگونه ما بسیج بسازیم که در کدام نقاط بیشتر بارندگی است، کدام نقاط تراکم نفوس بیشتر است و ما چگونه میتونیم که آمادگی خود داشته باشیم تا خدای نخواسته مردم آسیبی نبینه. آقای محمدی، این اداره چقدر برنامه های آگاهی دهی بر مردم در سال جاری داشته؟ چون شما گفتین در سالهای گذشته ما شاهد غلطیدن بام ها را داشتیم که مردم آگاهی نداشتن و بام هایشان را پاک نمی کردن و توجه چندان به یعنی آگاهی نداشتن و همین خود ناآگاهی مردم باعث ازی شده بود که برف خانه ها بغلطه و باعث آسیب دیدن مردم از هر ناحیه شد. این قسمت شما در سال جاری چقدر برنامه هایی داشتین به مردم؟ تشکر، سوال بسیار خوب بود و ما میخوام به قسمت بگویم که ما شما از افغانستان هستیم، همیشه راشبیل داریم و خانه خود برف بام خود پاک میکنیم. تعداد زیادی از خانه هایی که سال گذشته ما شاهدش بودیم مثلا بی توجهی دی بود که برف بام خود پاک نکردن. ما در این قسمت نهایت کل گپ ما امین است که چرا بامشان را پاک نکردن یا بیشتر تلفات از این ناحیه داشتیم. در قسمت آگاهی دهی در سایر موارد هم که ما باید انجام میدادیم بسیار موضوعات زیادی را از برنامه های زیادی را از قسمت آگاهی دهی ما انجام دادیم. این آگاهی دهی البته در جای با تنها خود اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث بوده که ای به کمیته و اعضای کمیته های ولایتی ای برنامه ها انتقال شده و اعضای کمیته های ولایتی ای را باز به سطح قریه ولسوالی ها و قریه ها یا در جایی که لازم بوده این موارد را بر مردم گفتن. همچنان برنامه های آگاهی دهی دیگه که ما در همکاری با مؤسسات داشتیم، مثلا با مؤسسه WHH ما همین هنوز هم برنامه ها در جریان است که در زون های افغانستان از کمیته ولایتی را ورکشاپ دادیم، سمینار ها دادیم که چگونه اینا در برنامه های خطرات کاهش خطرات حوادث را چگونه این برنامه های که ناشی از خطرات حوادث را چگونه یا مدیریت بکنن. همچنان برنامه با مؤسسه محترم Save the Children یا مؤسسه حمایه اطفال، این مؤسسه در 17 ولایت افغانستان ما با اینا تانستیم که
برنامه های هم در بخش پاسخ ریسپانس هم در بخش کاهش خطرات حوادث با اینا فعالیت بکنیم. کاهش خطرات حوادث شامل همی هشداردهی قبلی میشه، آگاهی دهی میشه و موضوعات دیگه که لازم راست هم اینا به سطح و خود کمیونیتی میرن یا اجتماعات میرن. اینا مثلا حتی وسایل اولیه را میتن برای مردم منطقه که شما اگر سیلاب میره یا در مکاتب میریم ایره برنامه ها را برای نو میگن که در صورتی که اگر سیلاب میره ما چگونه بتانیم که آمادگی داشته باشیم، چگونه بتانیم که مبارزه بکنیم و چگونه بتانیم که نجات بتیم. این برنامه هایی است که گفتم در سطح محلات حتی در مکاتب و در مدارس و در قریه ها و شوراهای قریه و شوراهای ولایتی این برنامه ها گفته شده و این برنامه ها روش کار شده. اما ایره میپذیریم که برنامه ها همچنان که ما پلان داریم و برنامه داریم که آگاهی صورت بگیره در صدد هستیم که بیشتر و خوبتر شود و این برنامه هایی بوده که ما گام های گذاشتیم و این برنامه ها را انجام دادیم. آقای محمدی، در آخر میخواستم سوال داشته باشم از این که هوا هم خیلی آلوده است. این هم برمیگرده به اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی و همچنان یکی از برنامه ها باید اداره شما داشته باشه به خاطر آگاهی دهی به مردم که از چگونه مواد اینا استفاده کنن تا که ما بتونیم که جلوگیری کنیم از هوای آلوده در مرکز، که ما امسال مرکز میبینیم هوا خیلی آلوده است و یکی از عواملی که بارندگی ها و برفباری ها کم است هم شاید همین آلودگی هوا باشه. در این قسمت شما چقدر؟ من فکر میکنم در این قسمت برنامه مشخص را اداره ملی حفاظت از محیط زیست دارن. او هم داره در پلوی از او شما هم برنامه هایی باید داشته باشین به خاطر ما چون مندیت یا برنامه ما درست است که یا یک لینکیج اگر تو دارن ما سه تا افقنامه بین المللی را داریم که یکی مو SDG است که انکشاف پایدار، اهداف انکشاف پایدار است و کلایمت چینج تغییر اقلیم و سندای فریمورک را داریم که تا سال از 2015 تا 2030 توافقنامه‌های بین‌المللی هستند که یا ارتباطات را بین به خود دارن که چگونه یک موضوع بر موضوع دیگه تاثیر داره یا تاثیر دارن. بله، ما هم به همون رقمی گفتیم که چون برنامه مشخص را در این قسمت اداره محیط اداره ملی حفاظت از محیط زیست دارن، در قسمت‌هایی که مثلا موضوعات اضطراری است، موضوعات عاجل است، موضوعات ریسپانس است، موضوعات کاهش خطرات حوادث است، موضوعات ریکاوری یا مبازسازی و احیای مجدد ساحات آسیب پذیر است، قسمت‌ها برنامه‌هایی است که مربوط اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث میشه. تشکر. با تشکر بسیار زیاد از آقای محمد عمر محمدی، رئیس روابط بین‌المللی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث که در بسیار ساعت با ما بودن. و برنامه آغاز روز باز هم ادامه دارد اما بعد از وقفه کوتاه. ستړي مشهید رانو هیوادوالو ورځ مو نیکمرغه. په دې هیله چې د ژوند په ټولو چارو کې به برلاسي واوسیږئ د بحث وخت را ورسېدل او نن پر یوه مهمه مسله باندې غږیږو، داسې مسله چې افغان حکومت هم تل هڅه کړې ده چې هیوادوالو ته برابره کړي. همدا ډول باندې شنونکي هم هڅه کوي، هیوادوال مو هم هڅه کوي، نړیوال همکاران هم هڅه کوي، خو تر اوسه پورې موږ دې حس د دغه هڅو پایلو ته نه یو رسیدلی او نه مو څه ترلاسه کړي. هیوادوال مو خبر واضح ده چې د افغانستان د سولې په مسله باندې غږیږو. په وروستیو کې چې د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو کابل ته راغی او د افغانستان د سولې د مسلې د مطرح کولو لپاره لومړی یې پاکستان ته سفر کړی و، پاکستاني چارواکو سره یې هم وکتل او پر پاکستان ته بیا وړاندیز کړو چې د افغانستان، پاکستان او د اندونیزیا د دینی عالمانو یو ګډ اجماع د رامنځته شي او د افغانستان د اصولو مسله د هغوی وڅېړي. دلته کابل ته هم راغی او د ولسمشر غنی سره هم خبرې وکړلې. په وروستیو کې کله چې کابل کې هم څو پرله پسې خونړي بریدونه وشول، کندهار کې هم وشول، جلال آباد کې هم وشول، نو بالاخره اندونیزیا ولسمشر مجبور شو چې دلته افغانستان ته راشي او بالاخره خپل رول ادا کړي. نن د اندونیزیا د ولسمشر پر رول باندې غږیږو د افغانستان پر مسله کې.
څومره اړتیا و چې د افغانستان او د پاکستان او د اندونیزیا د عالمانو ګډ اجماع رامنځته شي، او دا چې د اندونیزیا د نفوذ له مخې، البته د مسلمانانو د تعداد له مخې، هغه چې نفوسی څومره دی تر ټولو اسلامي هیوادونو لوی هیواد اندونیزیا دی، او دا چې د سولې د مسلې حل لپاره یو درېمګړی هیواد ته اړتیا وي چې هغه پیدا شي او مسله حل کړي د دوو مخالفه ډلو لپاره، اوس د اندونیزیا منځګړتوب آیا وسلوالو طالبانو ته قابل د قبول دی که نه دی؟ ممکن حکومت یې ومني. اوس اصله خبره د وسلوالو مخالفینو ده. بل لور ته ټرمپ هم ویلی دی، وروسته کله چې کابل کې او کندهار کې او جلال آباد کې برلپسې بریدونه وشول، ټرمپ ویل چې موږ د سولې خبرې کوو، طالبان یې نه کوي. له دنه وروسته موږ هم د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې نه ترسره کوو. په همدغه مسایل دی چې نن غواړو ستاسې بحث، ستاسې نظر او تحلیل په همدې موضوع راواخلو. نن مو وخت یوازې تاسې ته ځانګړی کړی دی، ستاسې وړاندیزونه، ستاسې نظریات راخلو. 0 1 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
تشکر. به نام و یاد خداوند مهربان سلام تقدیم میکنم به بیننده های عزیزی که با ما هستند از طریق تلویزیون آریانا نیوز و شنوندگان خوب ما که از طریق 100.2 آریانا نیوز اف ام ما را میشنوند، همچنان همزمان از طریق وبسایت www.arianonews.af گزینه اف ام هم ما را تعقیب دارن، صدای ما را میشنوند. به اونا سلام تقدیم میکنیم، آرزوی صحتمندی همه را داریم. در رابطه با موضوع برنامه اجمل درمان به تفصیل براتون معلومات داد. شما میتونین که ابراز نظر کنین در رابطه با موضوع امروزی ما که یکی از رؤسای جمهور اندونزیا بعد از 60 سال وارد افغانستان میشه. 60 سال پیش رئیس جمهورشان آمده بود و ای بعد از 60 سال رئیس جمهور دیگه ایشان است که به افغانستان میاد. در این مدت 60 سال نامده بودن. اهمیت از این سفر در چی میبینین؟ چقدر با اهمیت بود؟ بعضی کسها میگن مثل که ما در بحثهای گذشته داشتیم گفتن که پیشنهاد را که اندونزیا داشته ای به این معناست که جنگ سبقه دینی میخواین بتن و ای اشتباه را باید نکنن. امروز نظر شما را در رابطه با این موضوع میخواییم داشته باشیم. پیشتر اجمل درمان گفت در رابطه با موقف امریکا هم بعد از حملات اخیر، دیروز هم در جریان سفر آقای جوکو ویدودو حمله در منطقه قرقه کابل صورت گرفت از طرف مهاجمین که از پادر آورده شدند و تلفات هم بر جا گذاشت، این در حاشیه سفر از اونا بود. و آقای ترامپ هم گفته که بعد از بمبگذاری های اخیر در کابل که حملات خونینی داشتند در چارای صدارت، هتل انترکانتیننتال و حادثه دیروزی، مذاکرات صلح گفتن با اونا باید نشه، باختر که اونا به صلح متعهد نه بلکه بر جنگ تاکید میکنن. شماره تماس برنامه 0700111131 و اولین تماس ما قطع شد. موضوع برنامه همی است. شما میتونین که ابراز نظر کنین که اندونزیا چقدر میتونه نقش مثبت بازی کنه در این رابطه. قبلا یک سفر، یک هیئت از شورای عالی صلح افغانستان رفته بودن به اندونزیا و میخواستن که همکاری های از اونا را جلب کنن. بشنویم از هموطن ما. دیدی هیوادوال نظر برای وخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم السلام. ستلی مشورو را زن رو پیجنی؟ زبیح الله رو ستلی مشی. مهربانی که موضوع خو ما وریده لیده استاس نظر را خلو. نظر خو د اسلامي ملکونه هر اسلامي ملک شي د افغانستان په سوله کې مثبت رول لري. خو پاز امریکا سوله، امریکا د افغانستان د سولې لپاره متحده نه ده. امریکا غواړي چې اوبه خړي چې ومایان ونیسي. دلته د امریکا یو اړخ شولو، حکومت بیل اړخ شولو، او وسلوال مخالفین بیل اړخ شولو. حکومت همیشه ویلي چې موږ د سولې لپاره ټولې دروازې خلاصې پرانیستې دي. وسلوال مخالف که په هر شرط وي، په هر قید و شرط وي، په هر هیواد کې وي، رامخې تلی شي. او امریکا ولسمشر هم تر ډېره په وروستیو کې د سولې خبرو باندې تاکید ډېر کړی دی. خو دا چې وسلوال مخالفینو تر اوسه پورې کوم اقدام نه دی ترسره کړی، فکر کوي چې هغوی هم د سولې لپاره نیت نه لري؟ نه، هغوی خو نیت لري، خو هغوی نیت داسې داسې مثلا موږ دلته دا جنګ امریکا شروع کړی ده، باید امریکا یې ختم. د نیت خبره مو کړه، څنګه نیت لري؟ همیشه لپاره چې حکومت د سولې وړاندیز کړی د وسلوالو مخالفینو هم دغه ډول خونړۍ بریدونه کړي چې موږ تاسو شاهدان یو. کابل کې هم درې پرله پسې خونړۍ بریدونه، کندهار کې، په جلال آباد کې، په نورو ولایتونو کې خونړۍ بریدونه ترسره شول. دا فکر کوي چې دا نیت د سولې دی یا تاکید په جنګ؟ همیشه د سولې خبرې وسلوالو مخالفینو رد کړي هم دي. نه، جنگ خو هم امریکا کرده و هم طالبان کرده و هم ملکیان امریکا وزلی دی و هم طالبان وزلی.
مثلا په تیرو پنځه شپو کې په ګیلان ولسوالۍ کې امریکایانو شپږ شاپې اچولي دي. په شپږ شاپو کې تقریبا تر پنځه ډېر زیات ملکیان وژلي دي. دا زه عملا د هغو ساحې شاهد یم چې وژلي دي. او پاتې طالبان شولو طالبان صحیح دی په یو پردو مخه باندې روان شوي دي. اوس امریکا نه ده امریکا که افغانستان سره سوله وغواړي دا سوله راتلی شي. مننه قربان سلام درسیگی زبیول عروف تشکر میکنیم از این هموطن ما و شماره تماس 0700 11 11 31 است. شما هموطنان عزیز هم میتونید ابراز نظر کنید. تماس دوم سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. خوش آمدین برادر بزرگوار. کی هستین؟ من تلویزیون آریانا نیوز. بله شما؟ من از جان تماس گرفتم. مهربانی کنین نظر دارین در رابطه با موضوع برنامه؟ موقعیت یک موقعیت آرام انتخاب کنین. صدایتان درست نمیه. بله بفرماین در رابطه با موضوع برنامه نظر دارین؟ موضوع رو شنیدین؟ برنامه امیر سفری رئیس جمهوری اندونزی را ما بله. میگم که او یک رئیس جمهور کشوری اندونزی کشور اسلامی آمدن از او در افغانستان اتهام داره. خود کافرا یهود و نصارا همین مربوطی که امو پوتین و مربوطی امو تروب درانترام میشه اونا صد فیصد میخواین یک مسلمان اگر رئیس جمهوری مسلمان اگر بیاید کشور اسلامی و اگر نابود شوه خدای نکرده خراب شوه در این موضوع میخواید در افغانستان ما یک کلان بدنامی رو بیاست چون که از افغانستان ما کلان ها خب بیا یک شما تشویشتانی هست میگن که گفتن که اونا را آوردن که اینجا اگر از وین بره اونا سفرشان موفقانه انجام شد در رابطه با صلح نظرتان چی است که مفید واقع شده میتونه اندونزیا در گفتگوهای صلح افغانستان با مخالفین مسلح؟ 100% اندونزیا کشور اسلامی است. از تا جای معلومات که داریم اندونزیا کشور اسلامی است. یک آدمای بسیار واقعی مسلمان است. اونا اگر شریک در افغانستان اونا انشالله. تشکر از شما. خدا نگهدارتان. صدایشان درست هم نمیاد ولی نظرشان گرفتیم. تماس بعدی رو میخواییم جواب بگوییم. السلام علیکم. السلام. ارانه نیوز ده. بله ارانه نیوز تلویزیون و رادیو دی ستری مشروع رزان رو پیشنه لکم و زیم واری کنه ولی. خیر و سی اللہ خوشا نکده کابل در خار نخبر کوم. نم موانه خستو. قاری عبید. قاری صاحب ستری مشروع مهربانی و که موضوع خمو او ریده لیده نظر ساسی را خلو. نظر خو زما داسې ضروره چې د صلح باره کې تاسو خبره کوي. بله د اندونیزیا د ولسمشر سفر او د افغانستان پر امنیت او سولې مسلې باندې اغیز ګوره داسې کار ضروره چې د صلح موږ افغانان پخپله ته غواړو. څنګه؟ داسې ځکه چې دغه افغانان ټول د خارج دپاره کار کوي. مثلا طالبان د پاکستان دپاره کار کوي، د نور د امریکه دغه کار کوي. دا هغه څه ول شي کاوه څه ول شي هغه ګټ چې افغانان لري ملي ګټ هغه ته بجمن نشي او هغه ته به د دوی پام روان نه راول شي. راځم صحیح نه راځي ورور. اما هدف دا و ما چې فشار را وستل شي او دې ته فکر نه کوي چې دې ته به پام شي چې ملي ګټ مو مهم دي لنورونه. ولا خدا صالح کله کیږي مون کړي ګوم دغه سينو کله به دا فشار واشي. ستاسو د خبر هدف دا دی یعنی د وسلوال مخالفین هم په خپل واک کې نه دی او دغه جنگ دلته مذهبي عرف نه لري بلکې د ګټو لپاره جنگي نو چې د ګټو لپاره جنگي او اندونیزیا او مسلمان هیواد د دوی راتګ هم پرې غېزونه لري د ولسمشر راتګ. نو ترڅو چې پاکستان سره مونږ اړي کېونه نیسو پاکستان سره سولونه کو پاکستان د پاکستان د لاس خلک دی وروره. د اندونیزیا ولسمشر لمړی پاکستان ته تللی او هغه سره هم خبرې کړي وي. هلته د دریو هیوادونو د ګډي کمیټې او د دینی عالمانو د رابللو غوښتنه کړې وه. فکر نه کوي چې اوس به تاثیر وکړي؟ پاکستان خو په میډیا باندې چې کوم خبرې هغه کوي او میډیا باندې چې کوم خبرې شو کوي هغه بلایرات چې کوم خبرې کوي په هغه باندې عمل نه کوي. یو بل خبره د پاکستان بهرنی چارو وزارت اوس په تازه کې ویلي دي چې افغان حکومت د سولې لپاره یو جامع طرح وړاندې کړي ترڅو وسلوال مخالفین تشویق شي. د دغه طرح نه هدف څه دی؟ یعنی څه ډول تشویق لدنه وړاندې هم پاکستان ویلي چې پاک طالبانو ته د امتیاز ورکړل شي ترڅو رامنځته شي. هغه د وزارتونو د ولایتونو خبره تر سره کړې وه. اوس یو ځل بیا پاکستان بهرنی چارو وزارت ویلي چې د سولې لپاره د جامع طرح جوړ شي ترڅو وسلوال طالبان تشویق شي. زما دا خبرې خو ټوله دنیا اوري خو خبره داسې ده زما ټول تحصیلات د پاکستان نه ما کړې دي درسونه مې پاکستان کې ویلي دي. پاکستان کې
کم په میډیا باندې او کم خبره چې خارجان سره کوي په غو باندې عمل نه کوي. هغه خپل ډبل دوه پالیسیان لري، هغه خارجي پالیسی او داخلي پالیسی، هغه دوه مخه پالیسی ده. نو یعنی دا ځله هم پر باور نشي کېدی؟ نه نه نه، دا نه ورور چې دا غو انډونیزیا پاچا راغلی دی چې زه وایم چې د ټول دنیا پاچایان راغون شي، پاکستان د خپل نظر نه اوري. مننه، کور مودان سلامت سګی قاری صاحب. ډیره مننه. شماره تماس برنامه 0711-1131 و تماس دیگر میشه که پاسخ بگویم. اریکا برای وخلو چه چوکری؟ السلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. هوتک صاحب ستړی مشی؟ سلام مرشد. خوشاله وڅګی موضوع خو موریدل د وټک صاحب ستاسو نظر را خلو په دولسم د انډونیزیا دولسم شروعي سفر باندې غږیګو. درماسه محترم د صلح په کار کې چې هر سړی کومک کوي د دیتا افغانان استقبال وایي، دا خوندې دیګان او دا بد ورځ هیڅوک هم نه غواړي. غیر یهود او نصارا د دې غوښتن کې دی او نن ورځ دا اورم لګولې دا هغه جاهله نو منافقین چې مسلمانان چې دی هغه منافق دی، هغه د کفر نه هم بدتر دی. لکه دا تیر ورځ انفجارونه چې وکړه او معصوم ماشومان او سیاسره دا نه انسانیت پیژني او نه بشریت پیژني او نه مسلمانی خو قطعا د دې اجازه نه. دلته بیا خلک وایي چې حکومت یا ځینې وایي چې امریکا د سولې نیت نه لري، وسلوال مخالفین چې هغه د جنگ یو اړخ دی، تر ټولو لوی اړخ هغوی دی. هغوی بیا څوک نه معلوماتوي چې په دې کې ښکیل دی څنګه. بیا ځینې نور وایي چې هغې هم خپل واک کې نه دي، په همدې خاطر باندې د سولې خبرې نه تاییدوي. وروستیو کې چې افغان حکومت د سولې خبرې پیل کړي، یو ځل بیا خو نړۍ بریدونه ترسره شول، معنا ده چې وسلوال مخالفین د سولې نیت نه لري او که نه د دې امتیاز په خاطر دغه وروستي بریدونه زیات کړي دي. ګوره، وسلوال مخالفین یوه ډله ده د اردو په مقابل کې او د پولیسو په مقابل کې دا یوه ډېر یو کمه ډله ده. دا همغه خبره د پرون رئیس صاحب جمهور هم کړې ده او موږ هم دا بعضې خلک هم چې وایي دا واقعیت ده چې دا د دوی باداران نه غواړي صلح. دوی بیچارهګان اله د لاس ګرځېدلي دي. خدای دې دوی ته هدایت وکړي چې زیاتي دوی هغه د اله د لاس هم نه شي. او دا هغه ضعیفترین حالت د غلامانو غلامتوب ده چې بعضې خلک یې کوي. همدغه وسلوال مخالفین چې تاسو وایي د غلامانو غلامي ده یا د بل په واک کې دي، دوی به پر حکومت تور پورې کوي چې دوی د امریکا تر لاس لاندې د امریکا په واک کې دي او موږ ورسره د سولې خبرې نه ترسره کوو. یو طرفه ویل کېږي چې په خپله هغوی د امریکا کسان دي یا د پاکستان یا د روسیې دي د هر هېواد چې بل طرف په حکومت تور پورې کول، معنا ده چې یعنی هغې هم نیت نه لري سولې. دا خو معلومه خبر ده، خو موږ مخکې هم درته ویلي چې هغه اصلي هغه باداران د دوی نیت د صلح نه لري، دوی هم نه پرېږدي دغې صلح ته. او بل درماسه، تا مخکې د یوه اورېدونکي نه پوښتنه وکړه چې د صلح ور خو خلاص ده، نو چې د صلح ور خلاص نه شي نو بله کومه ګزینه شته د افغانستان دولت ته؟ نه، خیر هېڅ نشته. او بدون د دې نه چې دا عین د ډاکټر صاحب نجیب د وخت نه او دغه یوه خبره د موږ شعار ده او د موږ په دې باندې عمل نه، خدای خبر ده چې دولت یا مخالفین په دې باندې عمل وکړي که ونه کوي. خوشوار خدا چې د صلح در خلاص ده د مخالفینو په وړاندې. کم تر کمه خو وسلوال مخالفینو هم باید یو اندازه مثبت اړخ یا شین سره خو به خودلوي، لکه څنګه چې حکومت که ظاهرا د صلح خبرې کوي نو وسلوال مخالفین هم باید ظاهرا د صلح خبرو لپاره خو څه کړی وي. هغه مشر رد کړی دی د کله چې حکومت د صلح خبرې کړې دي، وسلوال طالبانو وسلوال مخالفینو جګړو ته زور ورکړی دی، حملات یې زیات کړي دي. تاسو په رادیو کې د مخکې هم د خلیل زاد خبرې وې او هغه شپه م مو اورېدلې تکرارنم چې همدغه خبرې چې دا اوس وسلوال مخالفین حتی فشارونه هم دوی زیات کړي. ګوره، پخوا د دغسې حملو مسؤلیت دوی په غاړه نه اخیسته، هغه مسؤلیت به داعش ته امر کاوه چې تاسې یې په غاړه واخلئ او دوی به په غاړه نه اخیسته. اوس دولت هم په دې باندې په دې حقیقت پوه شوی ده چې حمله بل څوک کوي او هغه مسؤلیت یې بل څوک په غاړه اخلي. نو بیا د اندونیزیا ولسمشر راتګ اغیز به څه شي؟ ښه، د ما مخکې مې ویلې چې د په خیر د افغانستان ده، د صلح هر ګام چې اخیستل کېږي د افغانستان په خیر باندې ده. او خو دومره قوي نه ده لکه چې مثلا یو بل مملکتي مثلا که په دې کار کې انګلیسان مداخله وکړي د صلح په کار کې دا به بهتره وي. خپل امریکا اوس امریکا یو ورځ یو خبر کوي، یو ورځ پرون رسنۍ نه ما واورېده چې ترامپ خپل هم ویلي دي چې موږ قطعا صلح نه کوو د طالبانو. بله، وروستۍ بریدونه نه وروستۍ ویل چې وسلوال طالبان جنگ لپاره متحد دي او سولې لپاره نه مخکې کیږي، نو له ده نه وروسته ورسره د سولې خبرې نه کېږي. بله، دوی دم ده هم بېرته رد کړه د صلح خبر.
امیدواری به نو څه شي چې در من صاحب چې د اندونیزیا څه چې د ټول آسیا قاره رئیس جمهوران هم راشي په درته ونه سلام دوستي کوته شماره تماس برنامه 0711131 و یک تماس دیگر را میگیریم مشنویم ای همتن ما چی نظر داره 0711131 و شما بیننده تلویزیون آریانا نیوز و 100.2 آریانا نیوز اف ام مشنوین در سراسر دنیا تماس دیگر السلام علیکم صدای رادیو و تلویزیون را کم کنین و خودتان صحبت کنین السلام علیکم و علیکم سلام جوړ بلر په خیر خراب مننه ژوندۍ او سئ څوک دې کوم ځنه ماړی کني ولیدا او تاسو نظر به هم واورو ګل ولی ما د میدان ورته کوم چې جلیز لو بل سالاینه می تاسو راړی کني ولې مهرباني وکړئ خاغله ګل ولی د رادیو او ټلویزیون आवाज کم کړئ خپل خبره وکړئ د خبرونه د موضوع په اړه غادر کما مهرباني خب تماس از اینو میشه قطع کنیم مختاری که صحبت نمیکنن فرصت از دست میتن و فرصت دیگر را هم میگیرن السلام علیکم ستلی ماشی بفرمایید و علیکم سلام خوش آمدین خود معرفی کنین بفرمایید صحبت کنین برادر عزیز منتظر نباشین صدای تلویزیون را کم کنین خب اینا هم صحبت نمیکنن عزیزان که تماس میگیرین ای خو یک اصل برنامه است و بسیار کار ساده است که صدای رادیو را کم کنین صدای تلویزیون اگر میبینین کم کنین و از تکرار برنامه را میتونین تعقیب کنین که صدای خود هم بشنوین السلام علیکم الو سلام علیکم سلام علیکم برادر استریم چه جور بخیر خوشحال و سگ زنده را په جن گران الو کوم از یادړی کنه ولی د بازګس ولایت د بالا مخاز ولسوالۍ نومو منیر منیر ورور مهرباني وکي موضوع خو مخیس د اساس نظر راخلو او بعد از ما غوښتل دوم رو هم شي د امریکا د افغانستان په سول کې رنګ درول لري خو متاسفانه شي امریکایان نه غواړي امریکای چې نه غواړي بیا اندونیزیا کولی شي د کوکونه چې کوي او چین هم نه غواړي د پاکستان سره مرسته کوي د فشارونه به ګټور تمام شي خو اندونیزیا په دې دغه کې نه ده شي اندونیزیا یو اسلامي غټ هیواد دی خو اما په جهان کې دونی په نړۍ کې دونی رول نه لري لکه امریکا او چین او روسیا او دای خو د افغانستان د سولې کلی فقط د امریکا او د پاکستان په لاس کې ده دغه پرون تاسو د مهرباني پرون تاسو د امنیتي چارواکو دغه واوریدل خبرو کانفرنس ورکړي او دغه یو نظامی کارپوه هم خبري وکړلې برای په ارزو کې پر دغه باندې رئیس امنیت ملي وايي چې موږ خبر درلودې د دې واقعیت چې خو موږ یې مخنیوي نسو ونسو خو څنګه چې یو سړی د کار دغه ولري او هغه د واقع مخه نه نیسي خو دا امریکا او دغه د افغانستان دولت په دغه کارو کې لاس لري او نه غواړي سوله وکړي ولې نه غواړي ستاسو له نظر ولې د افغانستان دولت ولې سوله نه غواړي په سوله کې خود ټولو خیر دی ور یو ظاهري خبرې دي یو واقعي دي هغه ظاهري ناحق بوزوي ته تاسو اوس په دا دولت کې د خپل د افغانستان په دولت کې اشرف غني وغواړي چې سوله ورسره وکړي خو بیا ډاکټر عبدالله مخالفت کوي که ډاکټر عبدالله بیا د سولې خبرې وکړي بیا هلته په خپل میوزیک بیا هلته د پردې وشاته بیا یو خبره ښاغلی منیر یو خبره همیشه لپاره چې نیوکې کېږي پر حکومت کېږي او د حکومت پر نورو نړیوالو دوستانو باندې که هغه امریکا ده او که نور هېوادونه دي کله هم ونه ویل چې وسلوال مخالفینو هم د سولې نیت ښودلی یا نه دی ښودلی تاسو راته ووایئ چې وسلوال مخالفینو څه کړي سمه ده حکومت نیت نه لري حکومت څه نه دي کړي امریکا یې نه لري حکومت نه دي کړي وسلوال مخالفین تر دا مهاله څه کړي دي خو وسلوال مخالفین چا و دغه کار ته نه دي پرېښي تر اوسه پورې چا نه دي پرېښي زمينه نه ده ورته نسای ده چا نه ده پرېښي مثلا چا نه ده پرېښي همدغه دولت یې نه ورته نسای دي فکر کوي د دولت تر کنټرول لاندې دوی چې دولت نه پرېږي دي سولې ته ګور زه د وسلوال مخالفینو نماینده خو نه یم نه ما هدف دا و تاسو لکه څنګه چې د حکومت په مقابل کې له حکومت مقابل کې نظر وړاندې چې دوی نیت نه لري وسلوال مخالفینو نیت سره کنیات ولري دی کنیات درلود د شکار نه کوي ګور دا اوس
دولت کې څه حال دی؟ څه خپل دولت دخپل هر هیواد د سولې مسلې کورنۍ او بهرنۍ اړخ دواړه لري، یعنی هم مخالفینو کې هم کورنۍ او بهرنۍ اړخ وي، هم په حکومت طرف کې هم حکومت کې تاسو چې مشکلات شته دی وسلول مخالفینو بار کې هم راتوږي چې تر اوسه پورې هغه د څه کمزور اقدام هم نه لري خوده لري چې خلکو ته څنګه سره غوږ غویا دوی د سولې نیت لري. خدای څخه خبره ده ګوره ورور ماوتا خبری سر کو چې یو سړی زورور وینو هغه کله بیا د سولې خبرې کوي، نه یعنی هغه زورور دی په دې خاطر باندې نه راځي وسله وال مخالفین زورور دی نه غوړي چې حتما زورور دی. تاسو اوس اطراف ته ووځي یو کابل او هرات او کندهار دا مچ کې مش از دانور ولایتو ته بادغیس سره دا اوس وګوري خو هم دغه زور زو خو لولس نه وځي دغه ولس په خاطر باندې کاغه نه درلودل خو باید زور نه خپل تیر شو او د دغه زور سیاسی برخه کې استعمال کړی وي او راغلی وي د سول پروسې سره یو ځای شوی ورور همدغه ولست دغه دولت نه په اطراف کې په آزاد دی، همدغه ولست دغه دولت نه په اطراف کې په آزاد دی چې اوس راځي د ولسوالۍ ته وروځي نه څارنوالي سره نه قاضي سره نه هیڅ که ولسوالۍ څوک ودرې شکایت ورته وکړي چې هر چا شکایت ورته وکړي تر هغه وخت نه یې لکه هیڅ لست نه کړي قاضي اوس درې و بوتونه ځینوانه بس لنګوټه ځینوانه سینی پرېږدي ورور میشي کوربانه نستاسونه څوک یو یو ګړې مکه ته ورور یو ګړې یو ګړې خو نور دوستان ته وخت مکانی ته هلته وګوري چې څه حال دی خلک د دولت څخه ناراضي دي ورور مننه کوربان سلام تاسو کې یکی سفرا به رضایت مردم از حکومت هم تمام میشه. از شنونده های عزیز ما میشنویم در فرصتی که داریم بر یک دوست سه تماس دیگر. السلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم سلام و رحمت الله. کی هستین؟ از کجا به تماس شدین؟ څنګه حال دسر؟ بخیر. مننه خوشاله اوسئ. څوک دې کوم زنه ماړی کني ولیدا؟ ګلبدین مسعد چرقلان. مهرباني وکړئ تاسو نظر به هم واورو خغلی ګلبدین. زما نظر خو صاحب ده. دلته اوس ما واره تاسو ویل چې دا ترامپ دغه منی دا صلح خبره ورسله دغه بریدونه چې وشول په درې ځایونو له دین ورسته ویل چې طالبان نه غوړي چې سولې وکي نو هغه خو بس ما په من غوړي خو په دې باندې چې دوی په قطر دفتر خلاص کړو د قطر دفتر خو لومړی ورځ نه یا لومړی کال شپږ کاله څه د پاسه شپږ کاله وشول خو تر اوسه پورې شپږ کلونو کې تاسو داسې یو مثبت اقدام مثبت څراغ شین څراغ له وسله والو مخالفینو وینئ؟ نه ګوره اوس موږ تاسو د حکومت د صلح د ریاست او دغه ټول نمایندګیانې یا هغه څوک چې د دولت یا درېمګړی دلته نماینده دی صلح وګوره اصول لري په شریعت کې معلومه ده په عنعناتو په دودونو کې معلومه ده زما ترامپ چې دا خبره کړې ده اول د ترامپ دپاره خو زموږ د طالبانو خبره خو دا ده چې موږ د افغان حکومت سره خبرو ته آماده یو او شرط دا خودله دی چې تر څو پر خارجیان دلته یې موږ دا خبره نه منو نو چې خارجیان شرط دغه دی ښاغلی ګلبدین ښاغلی ګلبدین بټنګړ خوري کنه خوري که شرط دا دی چې بهرنیان دلته دی ښاغلی ګلبدین مهمه خبره دا ده زما आवाज اورئ چې دا اجازه راکړئ چې پښتنه مطرح کړم ښاغلی ګلبدین دوی تاسو وایي چې دوی وایي چې دلته بهرنیان دی د سولې خبر نه کوو نو بیا د قطر دفتر د چشل لپاره دوی خلاص کړی دی او په کوم هدف دی؟ قطر دفتر خو دوی د افغان دولت لپاره خلاص کړی دی چې موږ افغان د خبرې وکړو لکه څنګه چې حکمتیار صاحب راغی نو همدغه سه د دوی لپاره چې بین الافغاني مذاکرات او څو پورې چې خپل رئیس جمهور د افغانستان د افغانستان درېمګړي خلک د افغانستان قومي خلک د افغانستان مخور خلک افغانستان روحانیون په دغه مسله کې واقعا په اخلاص باندې واک ورنه کې هیڅ ممکنه نه ده. نو بیا دغه د ښاغلي جوکو ویدودو چې د اندونیزیا ولسمشر پرون افغانستان ته هم راغلی و د دوی دغه کوم منډې ترړې چې دي کوښښونه دا به بې ځایه وي ولا په دې کې صاحب زه یو څه امیدوار یم په دې کې رئیس جمهور زموږ د افغانستان حکومت واقعا لکه دی چې څنګه وایي چې د پاکستان او اندونیزیا او د افغانستان د علماو نه یو وفد جوړ کړو نو په دې کې زه امید لرم ممکن که دا کار په اخلاص وشي دا هلې ځلې دغه ورکړي خو یو بله خبره هم شته ښاغلی ګلبدین تاسو ویلې ممکن یو هیلمندی و وسی که د افغانستان او د اندونیزیا او د پاکستان دینی عالمانو اجماع ته خو بل طرف ته به ویل کېږي دغه جنگ چې د مذهبي اړخ نه لري بلکې یو استخباراتي جنگ دی نو وسله مخالفین تر واک لاندې د مقابله ډله تر خپل واک دي نو کله چې د جګړې استخباراتي شي او مذهبي رنگ ونه لري بیا د عالمانو اړیکې بیا
د عالمانو نست مثبت اغیز لري بلند ټکو کې چې وخت به خکم نه طالبانو په وخت کې تاسو ته معلومه وي دوی کله چې د امریکایانو د عملیات بلند کې کوي شان کول او لمر کول کړو کورمادان سلامت اوسئ ډیر مننه تشکر میکنم از همه هموطنان عزیز ما که تماس گرفتن ابراز نظر کردن آرزو داریم که این سفرها نتیجه بده و شما میتونین برنامه های دیگه از تلویزیون آریانا نیوز و 100.2 آریانا نیوز اف ام تعقیب کنین ورزو بلخ تا همکار مو بشیر انصاری حل تا چمتو دی خاغلی انصاری څخه بعد بلخ د وروستي امنیتی وضعیت په ټوله کې د شمالي ولایتونو د امنیتی وضعیت پاک لور سره بحث ولرو خاغلی انصاری سلام سهار مو په خیر سلام او صبح شما هم بخیر ډیر زیات مننه له تاسو خبر تازه جزئیات په بلخ کې او په نورو شمالي ولایتونو کې سړي دقیقاً بلخ هنوز امو تنش ها میان ارگ و تا محمد نور پا برجاست و در کنار از این شمار افراد مسلح در شهر بیشتر شده و به این قسم مقامات از افزایش گراف جرایم جنایی خبر میدن. روز گذشته مسئولین امنیتی، معاون ولایت بلخ، رئیس شورای ولایتی برای چندین ساعت عقب درهای بسته جلسه امنیتی را تشکیل دادند تا بتوانند به گراف جرائم پایان بدهند و اونها دلیل این جرائم هم میگن که بستگی به تنش ها دارد. از سوی هم حدود 80 نفر از فعالین مدنی، جوانان، محسن سفیدان، تجرای ملی دیروز رهسپار کابل شدند تا میانجیگری کنند میان رئیس جمهور و تا محمد نور تا پایان بدهند به این تنش ها و مردم از نگرانی هایی که در ولایت بلخ است نجات بدن و این نگرانی ها مردم واقعا ناراحت ساخته. در کنار از این دو عضو مجلس که روز گذشته یکیش عضو مجلس سنا و دیگه عضو مجلس نمایندگان بود افراد از یا با هم درگیر میشن که حدود 10 تن از طرفین مجروح شدن و مردم خیلی ناراحت بود چون این درگیری در یک ساحه مسکونی اتفاق افتیده بود. بله دا خو د بلخ وضعیت تو تاسو یادونه وکړه نورو همسایه ولایتونو وضعیت باره کې د سرپل جوزجان یا د بدخشان د وضعیت په اړه هم وغږیږي چې هلته وضعیت څنګه ده. فاریاب عملیات های مقطعی جریان داره اما اعضای شورای ولایتی و مردم فاریاب نگران هستند و اونها از دولت وحدت ملی میخواهند که در فصل سرما که هنوز برفباری ها جریان داره باید عملیات هایی را بر علیه مواضع شورشی ها انجام بدهند اما این عملیات ها در حال حاضر متوقف است و هر دو طرف حالت تدافعی را بر خود گرفتند و هنوز درگیری ها نیست. از ولایت شمالی سرپل همچنان و جوزجان همچنان که چندین ولسوالیش بخشایش به دست طالبا و دایشی هاست اینجا هم عملیات های راه اندازی نشده و مردم هر از گاه نگرانی خود با رسانه ها ابراز می کنند. در سرپل در کنار مسائل امنیتی ریاست امور زنای سرپل طی سال گذشته میگه که 16 قتل ناموسی که بیشترش خانم ها بوده اتفاق افتیده و این قتل ها بیشتر توسط نیروهای پلیس محلی و خیزش مردمی اتفاق افتیده و به بعضی از پرونده ها رسیدگی شده و بسیاری از یا مقسم به حالت عادیش مانده. در بدخشان برفواری های زیاد صورت گرفته در بعض موارد تا 20-25 الی نیم متر برف باریده مردم بیشتر مشکلات متقبل شدن و عملیات ها همچنان در بدخشان هنوز متوقف است و چندین ولسوالی در این ولایت بعد از طالباس هنوز زیر تصرف طالباس و همچنان شمار زیادی از مدارس و مکاتب بسته است که بر اثر از این شمار زیادی از آموزگارا و دانشجویان از آموزش باز مانده.
بلای خغل انصاری تاسو د بدخشان یادونه وکړه چې هلته د واورو د ورخ لامل خلک لګن او سنزو مشکلات سره لاس وګریوان دي د ولسوالۍ لارې بندې شوې دي له مرکز څخه یا که خلاص دي ځکه تیرو کلونو کې موږ تاسو شاهدانو چې کله به هلته واوره کېدلې د ولسوالۍ لارې به تړل کېدلې د مرکز څخه اوس تازه جزئیات څه دي چې اوس هم د ولسوالۍ لارې بندې شوې له مرکز سره دقیقا همساله برفواری های سنگین باعث بندش راه های مواصلاتی میان شهر فیض‌آباد و ولسوالی های ولایت بدخشان می شده. اما تا یه دو شب گذشته برفواری ها صورت گرفته اما به او پیمانی نبوده که راه ها مسدود شود. تنها مسیر بزرگ راه سالنگ مسدود شده بود دیشب اما امروز دوباره بروی ترافیک باز شد اما تنها برای وسایط کوچک و مسافربری اجازه تردد داده میشه نه به وسایط بلند توناژ که کالاهای تجاری را انتقال میده به کابل و سایر ولایات دقیقا مشکلات بوده و ما پیش از اینکه برفباری ها صورت بگیره با مقامات بدخشان تماس های تلفنی داشتیم اونها از آمادگی تمام خبر داده بودند که دارو و غذا به ولسوالی هایی که راهش مسدود میشه انتقال داده شده و همچنان گروه هایی که در قسمت پاکسازی راه ها همیشه عمل می کنند اونها هم آماده باش است. اما هنوز از بندش ولسوالی ها تا حال گزارش در دسترس ما قرار نداره اما برفواری ها جریان داره امکان داره که این کار هم صورت بگیره. دیر از یاد مننه بشیر انصاری کرمادن. ممنون از شما. مننه همکار مو بشیر انصاری او د بلخ او پټوله کې د شمالي ولایتونو د وضعیت په اړه سره خبرې کولې چې د بدخشان د واورو په حق هم را سره موضوعات شریک کړل چې هلته هم واوره شوې په ځینو سیمو کې تر نیم متر پورې واوره شوې ده او بیرته راګرځو سټډیو ته په دغه وروستیو کې په کابل کې پرله پسې څو خونړۍ حملې وشولې چې په دغو خونړیو حملو کې زموږ ډېری بېګناه افغانان ووژل شول د ځینو نهادونو لخوا یا په ټوله کې دا خلکو لخوا د وینې د ورکړې بهیر هم تر سره شو چې په د خلک په خپله خوښه باندې لاړه و هلته یې ټپیانو ته وینه ورکړه او په سټوډیو کې اوس میلمه لرو د روان د استقامت ملي ویان په سټوډیو کې میلمه لرو چې دوی هم د دغه پیښو قربانیانو ته وینه ورکړې داسې څومره وینه ورکړې په ولایتونو کې هم داسې پلان لري او که څنګه په همدغه ټولو موضوعاتو بحث لرو ښاغلی نصیر احمد جاهد را سره په سټوډیو کې میلمه ده ښه راغلاست ستړي مشئ تشکر السلام علیکم خدمت شما و خدمت بیننده های عزیز ډیر مننه خغلی جاهد تاسو د وینې د ورکړې پروګرام شروع کړی څومره وینه مو تر دې دمه ټپیانو ته ورکړې ده څو کسانو څخه وینه اخیستې او آینده کې همداسې پلانونه لرئ چې همدغه پروسې ته ادامه ورکړئ بسیار خوب البته به نوبت خود به نمایندگی از روند استقامت ملی افغانستان به خانواده های که جگرگوشه هایشان از دست دادن تسلیت عرض میکنم و خدمت شما عرض شود که در این خصوص و در خصوص شهدا در خصوص مجروحینی که از این حادثه اخیر نصیب گرفتن ما بجز از اینکه چند قطره خونی از خود بتیم دیگه ایثارگری در دست ما نبود و انشالله امیدوار هستیم که چنین حمله دیگر تکرار نشود روز گذشته کمپاین بسیار گسترده خوندهی و اهدای خون را راه اندازی کردیم که خوشبختانه روند استقامت ملی افغانستان در حدود 45 یا 50 شخص را حاضر کردند که به از خودگذری کند و به زخمی های این رویداد خون اهدا کند او څومره وینه مو ورکړې تاسو شاید اونه وکړه چې 50 نفر وینه ورکړې داسې 3000 لیتر وینه راځي چې تاسو تر دې دمه ورکړې البته دقیق آمار کرده نمیتونیم و گرفته نمیتونیم هر کس به اندازه توانش در حدود 12 تا 13 تا سی سی شد بله او ننم دغه پرو ستاسو د دوینې ورکولو لړۍ روانه ده کنه یوازې 13 ورځې خلاص شو نه البته این کار اول ما نیست روند استقامت ملی افغانستان یک نهاد است که به خاطر بیدارسازی شعور سیاسی جوانا به خاطر نگهداری شعور سیاسی جوانا کار میکنه و همیشه در فکر ایستیم که یک اتفاق و
هم یعنی پذیرش ملیت ها و هم فکری بین تمام ملیت افغانستان برقرار شود و چنین پروسه ها را همیشه ما ادامه میدیم و چنین کمپاین ها در گذشتان بوده. در گذشتان ما تقریبا 22 نفر از روند استقامت ملی خون اهدا کردند. بله، یواز په کابل کې کنه په نور ولایتونو کې پلان لري کله چې داسې پیښې کېږي پلان لري انده کې چې وینور کې هلته البته بله یا ای در پلان ماست. اما رویداد که در جلال آباد رخ داد ما چند نفر به حساب بادار کردیم که بروند و از استقامت ملی افغانستان در اونجا رفتن خون اهدا کردن و در آینده هم پلان گسترده ای داریم در این مورد که انشالله خداوند به این مصیبت هیچ وقت گرفتار نکنه، این مصیبت برداشته شده از افغانستان. خب ما این ایثارگری را در نظر داریم و این کمپاین ادامه میدیم. ولی دخل کو عکس العمل خصوصا د زخمیان عکس العمل سو کله چې تاسو وینئ ورکوله د خوشاله احساس کوم چې اوس هم د ځوانان شته خلک شته چې اوس هم حاضر دي خپل وینئ ټپیانو زما ټپیانو والا ای که ما میگیم که 50 نفر از روند استقامت ملی اهدای خون کردن ای هنوز کم است و مثل ما شاید 10 نفر دیگه خارج از یک نهاد به خاطر بشر دوستان و از این که ما جوانا خون اهدا کردیم اونا تشویق شدن و خودشون حاضر شدن بسیار یک کمپاین خوب بود و یک روش بسیار خوب بود به خاطر اکمال سازی خون و چون اکثرا طبقه کارگر، طبقه بیچاره، طبقه یتیم، طبقه یسیر هستن به این خاطر بسیار زیاد نتیجه مثبت داد و مردم زیاد تشویق شد. دل دغه تاسو یادونه کړ چې 50 کسانو وینه ورکړی دا ټول تاسو دمدغه روان غړي وکنه عام افراد موزینی ملګری دوستان هم پکې شامل تاسو شخصي نه خیر ای از خود روند استقامت ملی بود که عضویت رسمی دارن فعالان روند ما هستن و اضافه شما در آمار خود نگرفتیم اضافه دوستا بودن. بله بله ډیر زیات مننه په دې لاینده کې هم خدای دې داسې پیښ نه تکراری او کچه تکراریږي نو تاسو مرسته ادامه ولري مننه ډیر زیات قربان شم تشکر دوستانو په استودیو کې سره ملماو د روند استقامت ملی ویان چې دوی د په کابل کې د ورسته نه هو یاله سرزو ټپیانو ته وینه ورکړی و او بیا هم استودیو کې تمیګو ځینې کابل چاپ ورسپانو ته سرور ښکاره کوو چې ځینې کابل چاپ ورسپانو کې کوم مهم موضوعات راغلي ډېری ورسپانې زمونږ تر ګوتو رسیدلې دي د ځینو ورسپانو مهم موضوعات به له تاسو سره شریکو نو پیل کوو له ویسا ورسپانې څخه د ویسا ورسپانې ځینې مهم موضوعات راخلو لومړی موضوع دا راخلو چې د حکومتي مسؤلانو د بې غورۍ له امله افغانستان د مجنې په مرکز بدل شوی د سولې او نجات شورا دغه خبره کړې روان وضعیت له افغان ملت سره شته مادي او مانوي ارزښتونه اخیستي دا وضعیت نور د منلو نه دی په افغانستان کې ورستې خونړې پیښې چې سلګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته په کوردانن او بهر د غندلو ترڅنګ د سولې او نجات شورا هم یاد بریدونه د بشر وژنې په معنا وبلل د افغانستان د سولې او نجات شورا پرون د ورستېو پیښو په تړاو یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال حکومتي چارواکي په خپلو چارو کې په پاتې راتلو تورن کړل د دې شورا رئیس ګلرحمان قاضي او مرستیال وایي چې د ټینګه فرځای پر سیاسي او مسایلو د دسیسو جوړولو بوخت دي د حکومتي مسولانو د بې غورۍ له امله افغانستان د موجنې په مرکز بدل شوی او باید ژر تر ژره په حکومتي ادارو کې جدي تغییرات راوصل شي دای وی روان وضعیت له افغان ملت څخه شته مادي او مانوي ارزښتونه اخیستي او دا وضعیت نور د منلو نه دی د افغانستان د سولې او نجات شورا همدارز له طالبان وغوښتل شي د دغه سي بریدونو په تر سره کولو با یوازې د سولې پروسې د تړلو د طالبانو پر وړاندې د خلکو د نفرت د زیاتېدو پرته نور هیڅ تر لاسه نکړي او همدارز بیا هم تمیګو په ویسا کې د نوی ملي جبهې رئیس ویلي د حکومت د ملي وحدت حکومت خپل مشروعیت له لاسه ورکړی حکومت د روان بحران څخه د وتلو لپاره ستر سیاسي مجلس جوړ کړي په کابل کې وروستیو پر لپسې خونړیو بریدونو په مخنیوي کې د امنیتي ادارو پر پاتې راتلو انتقادونه
انتقادونو زور اخیسته. د افغانستان د نوی ملي جبهه رئیس انور الحق اهدی پروند وی خبری ناسه پر محل په کابل ولایتونو کې پر لپسې خونړی بریدونو ته په اشاره ملي وحدت حکومت د دغه پی خو د مخنیوي په برخه کې پر بې کفایتۍ توران کړ. اهدی وویل چې امنیتی ادارې د خلکو لپاره د امنیت پاتې صفحه ته هم راځو. پاتې صفحه کې له تاسو سره نور موضوعات د ټینګښت پر ځای پر سیاسي مسایلو د دسیسو په جوړولو بوخت دي. د نوي ملي جبهې رئیس همداراز د ملي وحدت حکومت نامشروع بولي او زیاتوي چې له دولتي امکاناتو د خپلو رقیبانو د ځپلو لپاره استفاده کوي. نوموړي روان وضعیت بحراني وباله او له دې وضعیت څخه د وتلو لپاره د سیاسي شخصیتونو په ګډون د یو لوی مجلس د جوړېدو غوښتنه وکړه. او یو بل موضوع حمله ویسا څخه له تاسو سره شریکو. وروسته خونړی بریدونو کابل خاریان غوسه کړي. د وروسته تر هغریزو بریدونو زیاتواله د کشفی و استخباراتی ادارو د زوف تر څنګ په افغانستان کې د سیمې و نړۍ د ځینو هیوادونو د ځواک نمایش ښیي. په وروستیو ورځو کې د کابل په شمول افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې خونړی بریدونه شوي چې کابل خاریان یې غوسه کړي. پر انټر کانټیننټل هوټل د وسلوالو طالبانو له بریده یوه اونۍ وروسته د کورنیو چارو وزارت پخوانۍ ودانۍ ته څیرمه موټر بم چاودنې 103 تنه ووژل او 215 تنه نور یې ټپیان کړل. که څه هم ځینې سرچینې اعلان شوې شمېرې ناسمې بولي او وایي چې په دې پیښه کې 193 تنه وژل شوي او 215 نور چپیان دي او د 8 تنو نور جسدونه نه دي پیدا شوي. بلخوا د پوځي چارو کارپوه زلمی وردګ په کابل ولایتونو کې د ترهګریزو بریدونو زیاتوالی د کشفی استخباراتي ادارو د زوف تر څنګ په افغانستان کې د سیمې و نړۍ د یو شمیر هیوادونو د ځواک نمایش بولي. د مشران جرګې د کورنی امنیت کمیسیون رئیس هاشم الکوزی وایي سره له دې چې حکومت له تیر یو کال راوروسته د ښار د امنیت د ټینګښت پلانونه عملي کوي خو بیا هم د امنیتي ادارو ترمنځ نه همغږي او فساد د دې لامل شوی چې د دا ډول بریدونو په مخنیوي کې پاتې راشي. په امنیتي ادارو په ټوله کې په حکومت د خلکو د خوندیتوب په برخه کې د ناکارۍ دغه تورونه داسې مهال دي چې وسلوال طالبان هم له دې امله له سختو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي چې په وروستیو بریدونو کې تر ډیره ملکي خلک په نښه کړي دي. او بل موضوع هم له تاسو سره شریکو. د 111 فرقې پر یو کنډک په برید کې 22 سرتیرو ته مرګ ژوبله وخته د دښمن څلور تنه وژل شوي او یو ژوندی نیول شوی چې ملي امنیت ته سپارل شوی. د کابل ښار په صدارت څلور لارې کې د وسلوالو طالبانو له خونړی برید یوه ورځ وروسته پرون یو ډله وسلوال بریدګرو د ملي اردو د 111 فرقې کنډک ته د ننوتلو هڅه کوله چې د افغان امنیتي ځواکونو له غبرګون سره مخ شول. د ملي دفاع وزارت وایي چې په برید کې 11 افغان سرتیري وژل شوي او 14 نور ټپیان دي خو په سیمه کې د کمانډو ځواکونو قمندان د وژل شوو کسانو شمیر 2 تنه ښیي. د ملي دفاع وزارت ویان دولت وزیری وایي د دښمن څلور تنه وژل شوي او یو ژوندی نیول شوی چې زموږ د ځواکونو لخوا ملي امنیت ته سپارل شوی او څیړنې ترې روانې دي. د ملي اردو د 111 فرقې پر دغه کنډک یاد برید داسې مهال ترسره کیږي چې ویل کیږي دغه فرقې په پام کې درلو چې په کابل ښار کې د ترهګرو پر ضد یو لړ تصفیوي عملیات ترسره کړي. او همداراز رازو وروستۍ صفحې ته له دغه وروستۍ صفحې هم ځینې موضوعات له تاسو سره شریکو. لومړی موضوع له کرکټ څخه د وروستۍ صفحې. د افغانستان د کرکټ 19 کلنو لوبډله په نړیوال جام کې له مخکې تګه پاتې شوه. د هند او پاکستان ترمنځ د ترسره کیدونکې دویمې نیمه پیلوبې بایلونکې لوبډله به د دریم مقام لپاره له افغانستان سره مخ شي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلن لوبډلې د نړیوال جام په لومړۍ نیمه پیلوبه کې د استرالیا په وړاندې ماتې وخوړه
او لمخکې تاګه پاتې شو. دا 500 اوریز لوبه د افغانستان په وخت پرون سهار 2 بجې په نیوزیلند کې پیل شو او شاوخوا 8 بجې پای ته ورسیده. افغان لوبډلې د لوبې پچی په ګټلو لومړی توپهنه وکړه او په 8 خبرونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سیالي لوبډلې ته د 102 منډو هدف وټاکه. خو د استرالیا د کرکټ د 19 کلن لوبډلې ورکړ شوی هدف په 2.3 اورونو کې د سلور لوبغاړو په سوځیدلو پوره کړه او په لوبې ته ووته. د هندو پاکستان ترمنځ د ترسره کیدونکي دویمې نیمه پیلوبې بایلونکي لوبډله به د دریم مقام لپاره له افغانستان سره مخ شي. دا لومړی ځل و چې افغانستان د 19 کلنو په نړیوال جام نیمه پیلوبې کې لاره پیدا کړه. دا چې افغانستان تر دې وړاندې د 19 کلنو د آسیا جام اتلولي ګټلې وه نو د نړیوال جام ګټلو لپاره یوه مهمه او پیاوړې کاندیدا لوبډله بلل کېده. دا یادولو ده چې استرالیا او هند درې وارې او پاکستان بیا دوه ځلې د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ نړیوال جام اتلولي ګټلې ده. او نن هندوستان هم وتوانی چې پاکستان ته په نیمه پیلوبه کې ماتې ورکړي او پیلوبې ته لاره پیدا کړي. پاکستان به افغانستان سره د دریم مقام د ترلاسه کولو لپاره د پنجشنبې په ورځ لوبه ترسره کړي او همداراز بیا به استرالیا له هند سره په پیلوبه کې لوبه ترسره کړي. بلې موضوع ته راځو. طالبان له سیاسي انزوا څخه د خپلو بادارانو د ژغورنې په خاطر پر ملکي خلکو بریدونه کوي. اندونیزیا د افغان سولې په برخه کې هر راز همکارۍ ته ژمنه ده او د روان تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره له افغان حکومت سره ګډ کار کوي. د افغان حکومت کابل ته د اندونیزیا د ولسمشر د راتګ لپاره ځانګړي مراسم نیولي وه او د ولسمشر د مرستیال په ګډون ډیری افغان لوړپوړي چارواکي هوایي ډګر ته د هرکلي لپاره ورغلي وه. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو په ولسمشری ماڼۍ کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر کتنې وروسته په یوې ګډې خبري ناسته کې د سولې په برخه کې د افغان حکومت له هڅو ملاتړ وکړ. ولسمشر غنی هم د سولې په برخه کې د یو مهم اسلامي هیواد په توګه د اندونیزیا همکاري مهمه او اړینه وبلله. نوموړي وویل موږ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په تړاو ډیری ګټورې خبرې درلودې. اندونیزیا چمتو ده چې د افغان سولې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د اندونیزیا ولسمشر هم وویل چې هیواد د افغان سولې په برخه کې هر راز همکارۍ ته ژمن دی او روان تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره له افغان حکومت سره ګډ کار کوي. به هم خرغلاست لري مشه 13 ورځ په کابل او یو شمیر ولایتونو کې واوري ورېدلې. دا سوال کېږي چې 13 ورځ د سارلنګونو لوی لار د مسافرو د تاګ راتګ لپاره تړل شوی و. هلته واوره ورېدلې و. اوس پښتنه کوي چې آیا اوس هم لار بند ده؟ اوس وضعیت څنګه ده په سارلنګونو کې؟ د ټلیفون په لیکه د سارلنګونو د لوی لارې د حفظ او مراقبت مشر ښاغلی جنرال رجب نشاط را سره د ټلیفون پر لیکه ده. له ښاغلي نشاط څخه به د سارلنګونو د لوی لارې د وضعیت په هکله پوښتنه ولرو. ښاغلی نشاط سلام، سهار مو په خیر. سلام بر شما بر تمام بیننده محترمتان، در خدمت هستم. بفرمایید. ډیر زیاته مننه ښاغلی نشاط. تازه جزئیات په سارلنګونو کې څه ده؟ اوس هم دغه لاره د مسافرو لپاره تړل شوی که نه؟ کوم مشکل نشته؟ طوری که در اول صبح تا 6:25 صبح بود همراه خبرنگار محترم آریانونوس صحبت داشتم و شورای سالنگ به تقریبا 40 ساعت ریزش بر باران بود که توان با توفان بسیار سنگینی توفان در سالنگ شمال در به حد بود که مدید دیر خیلی محدود ساخته بود. بخاطر حفظ مطبق قدم ما دیر و حوالی ساعت 2 بعد از ظهر سارال برای ترافیک مسئول برای وسایل مسافر برای مسئول ساختن تا خدا نخواسته که ما مشکل بسان پیش نمید که بطر مالی جانی ست پیش بینی میشد با خود شارا مسئول بود. قیمت ساده 3 شب شبه که گذشت یعنی بامدار امروز
وقتی که ریزش بر پروکش کرد و توفانم همچنان وضعیت دور رو بود دیر شد و شورا پاکاری با تمام صورت هایی که ایجاب میکرد و فراهم کردید و ساعت 7 طوری که وعده کردیم برای روی ترافیک باز میکن تا جادر بودی ترافیک ساعت 7 باز کردیم در قدم نخش باسایت مسافر بری بودن فعلا تمام انواع وسط میتونه مسیر دو طرف رفت آمد بکنه صرف وسایت تریلریت مشکلی که دارن هنوز جادر قابلیت عبوری و همچه وسایت ها نداره این وسایت صرف وسایت تریلری که بعدا وضعیت سرک وقت بهتر و بهبود پیدا میکنه توسعه پیدا میکنه و شمانهای سرک همه پاکاری شد توسعه دارد برای وسایت تریلری در قدم نخست ساعت یک طرف ها بعدا دو طرف برزوم اجازه خواهد دادیم تا وقت همانطور محترمی که وسایت تریلری دارن با حوصله مندی توسعه و راهنمایی مرزبی در نظر بگیرن و از طریق مطبوعات باز بودن جاده را برای همچه وسایت داشته باشن. بله جنرال صاحب تاسو یادونه وکړه چې اوس د ترافیک په مخ باندې د غلار پرانیستل شوی ده د واورې وضعیت څنګه ده اوس هم واوره وریږي کنه واوره درېدلې ده هر کاردون کې ساعت 3 بامداد امروز یعنی ساعت 3 بعد از شو پښتو در پوری پروکش کرد و وضعیت هوا رو به بهبود کمی لحظه قسم آفتابی است جاده مکمل پاکاری شد فعلا در پوری هم کلا قطع است وزش باز طوفانی که بودم قطع شده کدام مشکل در مسیر از این آیه وجود نیست نداره و این پیامدهای هم در نخواد داشته باشه اجالتا 95 سانتی برد باریده به سالنگ جنوبی و 65 سانتی هم به سالنگ شمالی و وزش باز تنگین و طوفان قطع پراغنده ساخته بر جای بیشتر و بر جای کمتر در اصل توسط وسایلی که دست داشته که داشتیم اندازه گیری شده 95 سانتی برد تقریبا در 40 ساعت بله سالنگونه دا زید شهر وقت د واوري د وريدل امکان وي د برف کوچونو امکان وي یان پر اتلونکو کې کبیا هم واوري وريږي یا برف کوچونو رامنځ کیږي تاسو ورته بشپړ چمتواله مدګی لرئ کاملا بر شما و طریق شما بر تمام همتان محترم اطمینان میتونم که ما هر نوع مشکلی که در مسیر پیش بیاید به خاطر قدم نخواست و اعتدابیری پیشگیرانه خود اتخاذ کردیم که برای مطلع محترمی که مسیر تردد میکنن برای زنا آگاهی بیتیم که داخل مسیر نشن و در قدم دوم هر نوع حادثی که پیش بیاد ما آمادگی کامل داریم در برداشتن از او برطرف کردن از او و جادر از 23 داری ترافیک باز نگه داشتیم من پیروزایی که منز حالتهایی که بازم عرض میکنم که حالتهای فوق‌العاده پیش میاد حالتهایی که تهدید میکنه جان و مال مردم و او خاطر خود ما تدابیر پیشگیرانی که باز میگم عرض میکنم اتخاذ خواد کردیم و جادر منصوب بکن در این صورت جادر به هر کمند باشه بده ترافیک باز خواد نگاه داشتیم. بله او جنرال صاحب هغه موټرونه چې هلته بند پاتې کیږي کله که واوره وریږي بند پاتې کیږي داسې مشخص ځایم په نظر کې نیول شوی کله که واوره کې د دوی موټرونه بند پاتې کیږي یا موټرې خراب کیږي چې هغوی داسې محفوظ ځای ولري چې هلته لاړ شي د قدم نخست که ما به هر قیمت باشم وسایلی فعالی که هستن از نظر تکنیکی ها مشکل ندارن داخل مسیر میشن و به حالتهای فوق‌العاده که پیش میاد راوندی میشن در اصلا اجازه نخواهد دادیم از مبدا حرکت و دروازه های کنترلی که در دروازه تاجیکان سالنگ جنوبی و دروازه مرکان سالنگ شمالی از اجازه نخواهد دادیم احیانا به گفته شما که اگر خراب میشه عارضه پیدا میکنه یا کدام تصادم میکنه یا سالنگ از بسازد درازی پیچیده و ساخته شده ازار شده و درازی کوهی ساخته شده کلا مشکل اگر احیانا پیش میه ما آمادگی کامل برای وطنداره خود دیگه ما هم که داریم وطنداره ما به این مسیر رفت آمد میکنم برای تو آمادگی هست و اتاقای نجات هست همتانه محترم میکنن اگر کلا مشکل برستن پیش میه در اتاقای نجات در بیزای ما در وضعی کنترولی و سایر قسمت هایی که پرسنل ما جا باشه هست دونجا مراجع بکن کلان پرسنل ما در خدمت شان هست همکاری دیدی میشه اتاق گرم با لباس و سایر اساسی که ایجاب میکنه در خدمت شان هست دیگه زیاده منده نکورم ودان جنرال صاحب چه تازه جزیات ملمن سره و لدرانو هوادوالو سره شریک کرد
د سلنګونو د حفظ او مراقبت مشر ښاغلی جنرال رجب نشاط را سره د ټلیفون پر لیکو چې د سلنګونو ورستی جزئیات را سره شریک کړل چې اوس ویل د کوم مشکل نشته د ټرافیکو پر مخه به دغه لاره پرانیستل شوې ده او که بیا هم واوره وریږي یا هم لاره تړل کیږي نو دوی به بیا هم مسافرو ته یا موټرونو ته پوهاوی ورکوي یا به هغوی ته خبر ورکوي چې لاره بنده شوې ده. وی ویل چې په سلنګونو کې تر 95 سانتي متره پورې واوره شوې. بیا به هم کوښښ کوو چې په راتلونکو خپرونو کې یا په راتلونکو ورځو کې که چېرته واوره کېدله یا هم د سلنګونو لویه لار تړل کېده بیا هم لاړوند چارواکو سره خبرې اترې ولرو. او ورځو هرات ته. هرات څخه مو همکار فواد احمدی چمتو دی د لویدیځې حوزې تازه جزئیات به له ښاغلي احمدي څخه واورو. سلام ښاغلی احمدي، سهار مو په خیر. سلام، صبح شما بخیر. ډېره مننه ښاغلی احمدي له تاسو اورو. په هرات کې او په ټوله کې په ګاونډیو نورو ولایتونو کې تازه جزئیات څه دي؟ سلام خدمت همکاران و همچنان بیننده های تلویزیون آریانا نیوز. مسئله مهمه که در 24 ساعت گذشته در غرب افغانستان اتفاق افتاد، بحث ریزش برف است که نگرانی های دیاغین در هرات و ولایت همجوار برطرف کرد از اینکه مبادا سال پیش رو سال خوشسالی بشه و باعث ازی بشه که کشت و زراعت در هرات و ولایت همجوار با مشکل دوباره بشه. ما در هرات حدود در داخل شهر حدود 10 سانتی و در ولسوالی ها و برخی مناطق تا حدود 28 تا 30 سانتی برف در جریان حدود 10 ساعت در این مناطق به اصطلاح به زمین دیده. او را همچنان که تا به حال برف و باران زیاد نمایده بود امسال در این جمهوری 8 طالب از دو طرف درگیر کشته شد و بعد در یک منطقه دیگه طالب حمله کرده بود. در این ولسوالی دو سرباز پلیس زخمی شدند. در ولایت فرا گزارش شد که ما در حال حاضر در دست داریم پس از اینکه والی قمندان به اصطلاح والی فرا استعفا داد، قمندان برکنار شد و امیر امنیت که چند روز قبل جان خود را از دست داد به جای از افراد جدیدی گماشته شد، امیر امنیت و قمندان امنیت را شروع کردن وضعی هم که کنترل دارن. طالبا در یک کلیپی شهر فرا به اصطلاح پاسگاه امنیتی خود افراد کرده بودن که شهروند را مشخص بود که حمله نکردن، اما حالا این کار باعث شد که طالبا بعقب زده بشن. وضعیت در ولایت فرا خوب است. در ولایت غور کدام موضوعی ما نداشتیم. در ولایت بادغیس در ولسوالی بالامرغاب ما درگیری داشتیم که در این درگیری 4 طالب کشته شد و دو طالب دیگر. بله ښاغلی احمدی، تاسو د هرات وضعیت د واور ورخت اشاره وکړله. تاسو معلومات څه دي چې په ځینو سیمو کې یا د ځینو ولسوالیو لارې هم تړل شوي دي له مرکز سره او که نه کومه مشکل یا کومه ستونزه په دې برخه کې نشته؟ نه، در هرات در ولسوالی ها گفت حدود 28 تا 30 سانتی برف کرده. راه های مواصلاتی مسدود نشده چون اکثرا راه های مواصلاتی از هرات و ولسوالی ها تقریبا حدود 10 ولسوالی آسفالت هست. چند ولسوالی هم که به اصطلاح در سایه 170 تا 200 کیلومتری شهر هرات از راهشان نسبتا خوب است. راه مسدود نشده که راه مسدود باشه باعث شده باشه که رفت آمد با به اصطلاح قطع شده باشه، اما رفت آمد با مشکل روبرو شده. ما مثلا در ولسوالی های مثلا در شما کشک خونه، کشک روباسنگی در شمال شهر هرات هست، در این مناطق متاسفانه راه ها در امون زمان برفباری مسدود بود، اما پس ساعت بعد از این مسئله دوباره باز شده و در حال حاضر مشکل و چالش آنچنانی در قسمت راه وجود ندارد. بله، د فرا یادونه مو کړه چې تاسو وویل والی هم استعفا ورکړه او ځینې امنیتي چارواکو هم هلته. تاسو د وضعیت باره کې وغږېدی چې وضعیت نسبي ښه شوی ده، که ووایئ چې هلته عملیات روان دي، عملیات پیل شوي دي او که پیل شوي د فرا په کومو سیمو کې ولسوالیو کې پیل شوي که نه په خپله په مرکز کې دغه عملیات پیل شوي؟ ببینید، عملیات در ولسوالی بالابلوک، شبهپو، پشرود از چند روز به طرف دوام داشت به دلیل از اینکه طالبات دقیقاً از این ولسوالی ها و ولایات همجوار مثل هلمند، مثل زابل، مثل قندهار و حتی مثل بادغیس و غور طالبان آمده بودند که چون قرار بود شهر فرار خود بدن.
در این سه ولسوالی عملا عملیات نظامی جریان داره. حالا خود مقامات ادعا میکنن در جریان 15 روز درگیری بیشتر از 200 طالب کشته شده، چند فرمانده محلی طالب در میان کشته شده هستن، شمار دیگر زخمی شدن. اما آنچه که من نقل قول والی قبلی آقای شاهجهان بگم، در جریان یک ماه اخیر بیشترین تلفات بر سربازهای ارتش و پلیس ملی در ولایت فرا وارد شد که والی پیشین فرا ادعا کرد که اگر ما شهر فرا از دست میدادیم به اندازه که ما در جریان یک ماه تلفات دادیم، شاید اصلا این تلفات ما متقبل نمیشد. یعنی بالاتر از شهر سقوط شهر فرا تلفات نیروهای امنیتی در جریان یک ماه اخیر بوده. اما با تغییراتی که به وجود آمد و با افزایش عملیات‌های نظامی تا حدود طالبا وقت زده شدن، طالبا با شکست روبرو شدن و اطراف شهر فرا کردن به ولسوالی‌ها، اما مقامات شورای ولایتی میگن، مسئولان شورای ولایتی میگن چاره فرا با تبدیلی حل نمیشه، چاره فرا با عملیات‌های نظامی حل نمیشه، چاره فرا با ارسال نیروی بیشتر و تجهیزات بیشتر این مشکل حل میشه، چرا که پارسال هم فرا در افغانستان سقوط قرار گرفت، حتی دو ناحیه شهر فرا و دست طالبان سقوط کرد، عملیات نظامی شد و باز بعد از اون باز مقامات برکنار شدن، تبدیل شدن. دیدی باز هم امسال همین مسئله باز دوباره تکرار شد. چالش فرا با این مسائل حل نمیشه و گفته آقای فرید بختور رئیس شورای ولایتی باید نیروی بیشتره، تجهیزات بیشتره، امکانات بیشتره به اختیار مقامات در فرا قرار بگیره تا اینکه بتوانند در مقابل مخالفین مسلح دولت اینا بتوانند استقامت نشان بدن. بله، تاسو د تلفات یادونه وکړه چې هلته افغان امنیتي ځواکونو ته ډېر تلفات وختي، او چې تاسو یادونه وکړه عملیات پیل شوي، دغه عملیاتو ته له نورو ولایتونو څخه هم کومکي ځواکونه استول شوي که نه یوازې د فرا ولایت امنیتي ځواکونه دي؟ تاسو یادونه وکړه چې شکایت دام کېږي چې دلته باید په تشکیل کې زیاتوالی راشي، په تشکیل کې ستونزه ده. ببینین، عملیات که شد در جریان همین یک دو ماه گذشته بیشترین تلفاتی که در افغانستان نیروهای امنیتی داشتن در ولایت فرا بود. اگر چیز مقامات تایید نمیکنن، اما من به نقل قول یکی از مقامات سرلندوسوی در ولایت فرا میگم بیشترین تلفات در افغانستان نیروهای امنیتی داشتن، چندین سرباز کماندوی افغانستان، چندین سرباز ارتش و ده ها سرباز پلیس ملی جان خود از دست دادن. در قسمت عملیات ها نقش سربازهای پلیس ملی در ولایت پلیس در ولایت فرا بسیار کم بوده، دلیل از اینکه تشکیلشان کم است، به دلیل از اینکه تلفات زیاد دادم. بیشتر از بخش قمانداني زون صحابی پلیس از هرات نیروی کمکی رفت، از اردوی ملی، از ولسوالی شیندن، از پایگاه 27 ظفر در غرب افغانستان در هرات که مستقر است، از این پایگاه های نظامی نیرو و امکانات و تجهیزات رفت به ولایت فرا و اینا باعث شده که طالبان از یک کیلومتری و دو کیلومتری شهر فرا تعقیب بزنن و اینا در حال حاضر جنگ میکنن. فرا در کمبود شدید نیرو و تجهیزات به سر میبره. تجهیزات بالاتر از 20 پاسگاه امنیتی در جریان دو ماه طالبان حمله کردن، شامل رنجر، شامل پیکا، شامل کلاشنکوف، شامل مهمات، اینا همه طالبان به خوب بردن که اعضای شورای ولایتی فعالین مدنی در فرا مقامات را متهم کردن که اینا تبانی میکنن با طالبا، پست‌های امنیتی رو میفروشن به سربازهایی که خودشان نخواهند، اونا رو به اصطلاح به قربانگاه روان میکنن و برخی از سربازهایی که خواسته باشن اونا رو میگن فردا شب شما رخصتی باشه، آنچه که فعالین مدنی میگن. فرا در حال حاضر با کمترین امکانات نظامی و با کمترین نیرو روبروست. این فقط بلاد تشکیلاتی اینو مشکل دارم، اما نیروی کافی به دلیل برای اینکه بتونن از فرا دفاع کنن، حفاظت کنن، با ارسال از ولایت همجوار رفتن، مثل از هرات، از قمندانی زون صحابی پلیس رفتن، در اونجا مستقر هستن. طالبان نمیتونن دیگه حمله کنن، اما کمبود هست، در آینده باز با مشکلات شاید روبرو بشن. بله، یو بل ستونز شالته په فرا کې موجوده و تاسو هم ورته مخکې یادونه کړې وه، د طالبانو د ګمرک فعالیت و. تازه معلومات تاسو ترلاسه کړي دغه ګمرک یا غوی چاوای ترلاسه کړي اوس هم د دوی ګمرک فعال دی که نه تړل شوی دی؟ در ولایت فرا بله، هنوز در اون منطقه که قبلا پاسگاه امنیتی وجود داشت، پاسگاه طالبا به اصطلاح افراز کرده بودن برای اینکه از موتورهای باربری و مسافربری پول بگیرن، هنوز هم هست. روزانه بین 7 تا 10 میلیون افغانی که حدود 70 80 لگ افغانی بشه طالبا در اونجا درآمد دارن. بعد از اینکه
این کارشان به اصطلاح موفقانه بوده، طالبا در منطقه در نیمروز هم یک پاسگاه دیگر افراز کردن که از موتورهایی که از ایران وارد میشه از طریق بندر نیمروز، اون چه مونو طالبا در حال جمع آوری اواید هستن که اواید از اینا از 2 میلیون حالا به 6 میلیون تا 7 میلیون افغانی رسیده. در اونجا هم دولت متاسفانه کار تا حال نکرده. فعالین مدنی میگن مقامات محلی ولایات هم فرا هم نیمروز با طالبا به نحوی شریک هستن و حتی شرکای از یاد در حکومت مرکزی هستن و به خاطر همون مقامات محلی تمام از این به خود نمیبینن که در مقابل جمعوری این پاسگاه کار بکنن، در صورتی که اگر بخواین مشخصا اونجا تشکیلات دارن طالبا عملا جلو موتورها میگیرن، شاید حدود 20 تا 30 طالب هر روز باشه میتونن با دو هلیکوپتر بره اونجا بمباران کنن اگر اینا خواسته باشن. میگن به دلیل از این که ریشه فساد بیش از حد شده در این حکومت، از بدام طالب آنچه که اینا ادعا میکنن به نام طالب اینا از مردم پول میگیرن و پول میان خود و تا یک کتاب خود حکومت مرکزی میشه تقسیم میشه. حالا با پاسخ سوال شما، نه تنها در فرا جریان داره، حتی در نیمروز هم این چالش حالا خلق شده جدیدا. ډیر زیات مننه فواد احمدی کورمودان چې د لویدیځ حوزه تازه جزئیات مولمنګ او هیوادوالو سره شریک کړل. مننه همکار مو فواد احمدی و چې د هرات او پټوله کې د لویدیځ حوزه تازه او اوروسی جزئیات لمنګ سره شریک کړل. د فرا د امنیتی وضعیت په حق لای هم را سره خبرې اترې درلودي او په همدې سره نو اغاز روز خبرونه هم پای ته رسو. ډیر زیات مننه چې تر دې دمه مو لمنګ سره ملګرتیا وکړه. تر بیا ښه وخت، علامه ملشه.